بینندگان عزیز، سلام بر شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه 20 تیر ماه 1397 و برابر است با 11 جولای سال 2018 میلادی در آمریکا. آمریکا چون تاریخ رو برعکس می‌نویسه، اول ماه رو می‌نویسه بعدن روز رو می‌نویسه، امروز بهش میگن 7-11 چون هفتمین ماه هست و یازدهمین روز. 7-11 اسم یه فروشگاهی هم هست اینجا که گویا 92 ساله اگه اشتباه نشده باشم این باز کرده و همه جام شعبه داره، خیلی هم معروفه. و امروز میگه که شما بیا یه دلار بده یه ساندویج سوسیس بهت میدیم، یه دونه سلورپی. این یخ در بهشت میگفتیم تو ایران، حالا من نمیدونم کسی که تو بهشته برای چی یخ میخواد، این یخ در جهنم باید درست کنن بدن به جهنمی های بیچاره. در هر صورت گفتم فقط در آمریکا همچین چیزی هست. راستی ایران که الان سعی میکنه همه چیش مثل خارج باشه، اونجا هم از این حراج و اینا میذارن، ما نبود، هیچ وقت ندیده بودیم مثلا بگی یکی بخر یکی ببر، یا یکی بخر دومی رو نصف به اصطلاح 50% پرداخت کن. همیشه اینجوری بود، یکی بخر تازه اگه شانس آوردی همین یکی سالمه، یا ما غالب میکنیم بهت یه چیزی گندیده میدیم و اینها. حالا ببینیم چه میشود. بذارید من به این دوستانی که در فیسبوک هستن سلام کنم و فیسبوک رو هم با دیگران شیر کنم. من به نوبه خودم میام روی صفحه سوربی و این دکمه شیر وقتی میزنم با اونایی که رو مردم تیوی هستن شیر میکنم. شما هم اگه لطف کنید با دوستانتون این کار انجام بدید ما ممنون میشیم، و نکنینم مهم نیست. حالا ما از داشتن این همه دوست زیاد به جایی نرسیدیم. ما مثل وقتا هم گفتن به گدا چه یه نون بدی چه یه نون ازش بگیری، برایش هیچ فرقی نمیکنه، نه پادشاه میشه نه ورشکست میشه. در هر صورت اینم با دوستان در تلویزیون مردم بریم برنامه ها رو، خیلی چیزهای عقب افتاده داریم. ضمناً من منتظر بودم که با آقای جلیل مرتضوی صحبت کنم، ایشون به نظر میاد از موقع کتاب دومش نوشته و حالا دیگه بچه دارم هست و اینها بیشتر مشغوله و به موقع به من جواب نداد. این بود که من با 3 تا از دوستان قرار گذاشتم، یکیش با آقای شهرام ایران بومی از فرانکفورت، یکی دیگرش با دوستمون از خلیج فارس، و یکی دیگه هم آقای بابک هروی از کالیفرنیا. حالا با آقای مرتضوی گفتم که اگه دوست داری جمعه با ما باش، منتظر جواب ایشون هستم ببینم چی میشه. فرخ هم اینجاست، ازش ممنون و متشکرم. و فرخ اون روز گفت که آقا اون پینک فلوید نیست، اون ایگل یا عقاب، گروه عقاب ها، فرقی نمیکنه. همه اینا وقتی میخوندن همه نشه بودن. تو همین جورج میسون یه دفعه کنسرت گذاشته بودن، وقتی میرفتی اصلا بوی این حشیش بود، حقیقتا بود تپاله میده یا یا بوی مرده چیزایی هست که خودشون بوگن میدن. یه حیوانی هست خودش خیلی قشنگه، سیاه هست، یه خط سفید روش، اسکانک. این وقتی که احساس خطر میکنه یه موادی از خودش به اصطلاح پخش میکنه که این مواد بوی گند میده و اون بوی گند حیوانای دیگر رو به اصطلاح فراری میده. اینم از این. و دوستمون آقای رضا مشایخی رو روز یه 2 دقیقه راجبش صحبت کردیم، ایشون ورداشته بود نوشته بود که جواب من به جناب سوربی، سازمان اطلاعات ایران، من و پدرم تنها کسایی هستیم که درباره ما چیزی نگفته. منم با خنده جوابش رو نوشتم که خب شاید این نشون میده که شما هر دوتون به وسیله وزارت اطلاعات از ایران اومدید بیرون، به قول معروف نفوذی هر چی که میگین. و آخرش نوشتم شوخی میکنم، چون دیگه واقعا این روزا معلوم نیست کی ماموره کی معذوره کی هرچی. خداییش اگه یه جایی گفتم رضا مشایخی مثل جن حاضر شد، وقتا تو فیلمای قول و پری و جن و اینا یه چیزی رو مثلا یه موی رو آتش میزدن یا یه پری رو آتش میزدن میومد. همچین که راجع به آقای مشایخی گفتم دیدم نوشت رضا مشایخی جوین. در صورت ممنونم، من همینو گفتم که برای شما نوشتم.
به خنده، گفتم خب اینی که وزارت اطلاعات از شما صحبت نمیکنه معنیش این نیست که شما نمیدونم فکر ما چی برداشت کنیم، معنیش اینه که چون وزارت اطلاعات از خیلی هم که با خودشونن مینویسه که بتونه به اصطلاح نفوذشون بده اینور، و از خیلی ها که با خودشون نیستن مینویسه که خرابشون کنه. و روزگار غریبی است واقعا. یک نواری از فرزند آیت الله شیرازی پخش شده که توی این نوار این بیچاره به خانما میگه که خدا اینها را مثل خر و الاغ آفرید و فقط برای اینکه مردا ازشون نترسن قیافشون رو اینجوری کرد. در صورتی که این بنده خدا داره از یک کسی نقل قول میکنه و میگه اون آقا با وجودی که عالم و دانشمنده چنین چیزی رو نوشته. دوست ما از خلیج فارس نوشت که چرا این کارو میکنن؟ گفتم والا نمیدونم، میتونیم بگیم دیوونه هستن، میتونیم بگیم احمقن، میتونیم بگیم روانی هستن، ولی فقط و فقط در رابطه با ایرانیان نیست. الان فیسبوک واقعا کنترلش از دست همه در رفته، خانواده ها رو به خطر انداخته، دخترای جوون پسرای جوون رو به خطر انداخته. طرف میشینه تو اتاقش، میره توالت، با تلفنش اینجوری میکنه، یه نفر گولش میزنه، میکشتش توی هتلی، بعد توی اون هتله اسیرش میکنه، ازش به عنوان چی میگن تن فروش، فاحشه استفاده میکنه و الی آخر نمیدونن باید چه کار کنن. و آخرینش هم که این آقای ترامپ بود، امروز آقای یزدان خداوند لو. من نمیدونم متاسفانه این دوستانم وقتی که یه چیزی رو میگن بعد به شوخی میگن، حالا شما نمیدونی این شوخی داره میکنه یا جدی میگه. نوشته بود که ترامپ اقلن مثل شاه‌ها و اینها به اصطلاح ارث و میراثی بهش نرسیده و با رأی مردم انتخاب شده. گفتم آقا این حرفا از شما قبیحه، با رأی مردم انتخاب شده چیه؟ اولا رأی اکثریت رو خانم هیلری کلینتون آورد با 3 میلیون اختلاف، 3 میلیون. دوما تمام اینا برنامه بوده از 3 سال پیش، پوتین و فیسبوک و اینها کاری کردن که اونجوری که دلشون میخواد یه احمقی رو بفرستن توی وایت هاوس. و الان هم که میدونید رفته برای اون، تو ایران ما میگفتیم ناتو، اینجا میگن نیتو، نورد اتلانتیک، یه چیز گروه چیزی هست و همش دروغ. میگه که آمریکا بین 70% تا 90% بودجه نیتو رو میده. میگن آقا چرا مزخرف میگی بین 20 تا 22%؟ یادتونه وقتی هم میخواست انتخاب بشه میگفت آمریکا، دروغ میگن 3%، 4% بیکاری، 40% بیکاری داریم. ولی حالا خودش به همون سازمان ها که اون آمارا رو میدادن بیرون استناد میکنه و میگه 3% بیکاری داریم یا 4%. اصلا یه موجود پلید، زشت، دروغگو گذاشتن اونجا. و من باورم نمیشه مثلا یه کسی مثل خانم نیر قربانی روانی که سالها مطالعه کرده، خودش فرهنگی بوده، یه دفعه به این دل میبنده و فکر میکنه که بله این با آخوندها بده. میگم خانم برید نگاه کنید، نمیدونم اخبار هواپیمایی که میره توی فرودگاه ایران و این بر اون بر هم دیگر میبینن، هنوز با هم رابطه دارن، چی فکر میکنید شما؟ این فکر کرد به قول ایرانی ها، به شیرازی ها میگن هنونوی، یعنی مثلا شاخ قول رو شکست، شق القمر کرد، رفت با این دیکتاتور احمق مال نوردکوریا، این پسرک جوان دیوانه 33 ساله، دیدار کرد و اون از این چنان سوء استفاده کرده که الان توش موندن و اصلا نه امضایی نه چیزی. اون روز دوستمون خانم شوبری نوشته بود قرارداد امضا کردن، گفتن شما این قرارداد رو بخون ببین چی امضا شده. میگه تمام چیزایی که قبلا گفته بودن امضا کرده بود و این عمل نکرده بود، از همه اونا ساده تر الان یه قراردادی نوشتن که اینم عمل نمیکنه. اصلا داره برای خودش بمب اتم میسازه، آزمایش میکنه، هر کاری دلش میخواد میکنه. ولی من نمیدونم واقعا شما دوستان ساده لو هستین، چی بگیم بهتون که بر نخوره بهتون خدای نکرده؟ و تا چه میخواین ادامه بدین به حمایت از یک جنایتکار؟ واقعا چه جنایتی از این بزرگتر؟ مخصوصا اونایی که پدر و مادر هستن، گرچه هر آدمی اگه وجدان داشته باشه، شرف داشته باشه، قلب داشته باشه، غیرت داشته باشه، میفهمه که یه بچه ای رو از بغل مادرش تو جدا میکنی، بعد حالا مادره
فرستادیش کشور خودش، بچه هم نمیتونی پیدا کنی. دیروز طرف تو مجلس میگو آقا ما یه نامه میفرستیم، ما یه کتابی از اینجا فرستادم برای آقا هوشنگ، خیلی ممنون هوشنگ جان، نوشت رسید و تشکر کرد. آقا تشکر لازم نیست، شما این همه مدت تلویزیون مردم حمایت کردید، ما یه دفعه یک کادایی به شما بدیم. تازه این رو ما مدیون آقای امیر حسین لادن هستیم که ایشون 48 کتاب لطف کرد فرستاد، آقای پتی 80-100 تا کتاب فرستاد، ما اینا رو به دوستان داریم کادو میدیم. و اینم یک قدم کوچیکی بود که ما اینجا میگن به عنوان اپریشیشن، به عنوان قدردانی، به اصطلاح همش نباید خیابون یه طرفه باشه. درستا ممنون و متشکرم، داشتم اینو میگفتم. دیروز تو مجلس میگفتن آقا ما یک نامه میبریم پست میکنیم، 4 دلار از اون میگیره، پستخونه یک کاغذی میده مثلا مثل این نامه، حالا نامه هست دیگه، بعد زیرش تراکینگ نمبر. هر آن من میام با کامپیوتر میزنم، میگه این از فرفکس سوار شد رفت الان دالاس تگزاس، از دالاس رفت نمیدونم به سوی کالیفرنیا فلان. شما چجوری 10-12 هزار تا، حالا یکی یکی داره گندش بالا میاد. این فقط اینی نیست که من شما 3 هفته هست داریم میشنمیم که اینا 2000 نفر 3000 نفر رو جدا کردن. میگه هزاران نفر مدتها قبل، و پدر سوخته تو که دیروز میای قبل از اینکه بری به اونا میگی، به ایلیگالی هم میگی ایلیگلی، نمیدونم شما بیان اینجا لیگلی نیان اینجا ایلیگلی. دیوونه هستن. کسیه که زن قبلیش میگه این تنها کتابی که حالا یا میخونده یا عکساش نگاه میکرده کتاب زندگی یا خاطرات یا نوشته های هیتلر بوده بغل دستش، یه کتاب تو عمرش خونده. اینم مثل اینایی هست که میرن قرآن میخونن میگه یه کتاب جواب همه رو میده، یا مثل اینایی هست که انجیل میخونن میگن یه کتاب جواب همه رو میده. ضمن درباره قرآن و اینها، این بحثی که آقای امیرحسین لادن کردن، خیلی از دوستان باز دوباره به من آفرین گفتن که آقا شما چقدر تیزهوش هستید. وقتی که ایشون گفت 40,000 تا، آقا تیزهوشی لازم نیست. شما نگاه کنید جمعیت ایران موقعی که انگلیس ها اومدن قحطی قلابی را انداختن و کشتن 20 میلیون بوده که 10 میلیونش کشته شده. جمعیت ایران مثلا سال 1357 30 میلیون 35 میلیون بوده. همه اینا رو شما میتونی الان بری بزنی بگی من 1400 سال پیش جمعیت ایران چه بوده، بعد با اون سیستم بسیار دقیق و خوبی که ما از هخامنشیان و از شاهنشاه‌ها داشتیم آماری داریم قشنگ می‌نویسه. حسن علی نرسیده به شیخ علی چوپان زندگی می‌کرد، 5 تا پسر داشت. خب وقتی یه دفعه میگن نه 40,000 تا کتاب، میگن 40,000 تا شطور بار زدن. بعد این دوستمون نوشته آقا اونی که گفته همه چیزات تو قرآنه اصلا دروغ رو شما از اینجا در، اصلا اون موقع هنوز قرآن نوشته نشده بوده یا قرآن جمع‌آوری نشده بوده. و متاسفانه گفتم فقط یکی از دوستان بود، الان نمیدونم یکی از این خانم‌ها بود، این خانم‌ها ماشاءالله خیلی، فکر کنم خانم زری تناز بود یا که گفته بود که ما متاسفانه دانشمندانمون میان یه چیزایی رو میگن که بعد من بی سواد گم میشم و قاطی میکنم. در صورت این دوست ما از خلیج فارس برای آقای لادن یه چیزایی نوشته بود، آقای لادن هم در پاسخ یه چیزایی نوشته بودن. امیدوارم برنامه روز دوشنبه باز بتونن در این مورد، اگه میخوان در مورد آموزش و پرورش، مخصوصا پرورش صحبت کنن. و اما این ماجرای عقل بشر، برنامه چهارشنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر هم این دوستمون فرستاده، خیلی ممنونم، راحت شدیم، با جیمیل میفرسته و جیمیل تا 25 مگابایت رو میتونه بفرسته که حدود نیم ساعت 40 دقیقه صحبت هست با کیفیت و کوالیتی خوب بالا. در صورت ممنون. آقای ابراهیمی میگه قرآن هنوز مونتاژ نشده بود. آفرین، این ماجرای مونتاژ خیلی جالبه، چون هم آقای سهراب چمنارا میگه قرآن به اصطلاح قاطی پاتی هست، هم این آقای آرمین ساگینیان، چیزی که هست آرمین ساگینیان چون مهندس ساختمون بوده زیاد تو آفتاب وایساده تو کالیفرنیا، یکم فکر کنم مغزش قاطی شده، مزخرف میگه، میگه من خوابیده بودم بیدار بودم، نمیدونم خیلی خورده بوده وسط روز، میگه که حضرت محمد آمده به خوابش یا باهاش صحبت کرده، شاید حتی نگفت به خوابم، اومده صحبت کرده، گفته که آقا
آرمین جان، آرمین ساگینیان، همون ساگینیانه فکر کنم، بیا به داد من برس. این مسلمونا دارن به دروغ میگن من آدم خونخاری بودم، جنگجوی بودم، کشت و کشتار انداختم. من یه آدم خیلی ساده، خیلی مهربان آمدم تبلیغ کردم که بیان مردم بشن مسلمون. وقتی نشدن و خواستن منو بکشن، از اونجا در رفتم به جای نرسیدم، منو کشتن. اون شب این آقای منتظری بود داشت تعریف میکرد، میگفت که بابا این ساواک خیلی بد بود، همه رو یا میکشت یا بهشون تجاوز میکرد. بعد یکم فکر کرد، خب این که زنده است لابد یعنی بهش تجاوز کردن، گفت البته منم کشتن. حالا حضرت محمد به آرمن ساگینیان گفته آقا اون شب من رو کشتن و اون کسی که آمد مدینه، مکه مدینه، درست میگم به ترتیب اینجوری بوده، اونی که آمد مدینه یا از مدینه رفت مکه اصلا مهم نیست، اون یک آدم پدرسوخته دروغی بود. و این ماجرا رو اگه نگاه کنید، ماجرای بردیا و کمبوجیا و پسر کوروش و داریوش و حقامنش و فلان اینا همین بوده. برادر خودشو میکشه، اون موقع که سوربی و رضا مشایخی و اکس و ایگرگ و آقای دکتر سلامی نبودن بگه آقا کشته شد، هیچکی نمیدونسته. بعد خودش میره اونجا میگه من بردیا هستم. یکی دیگه اینجوری که مثلا، در هر صورت این مسائل هرچی بیشتر راجع بهش صحبت کنیم بیشتر وقت خودمون رو تلف کردیم. البته هیچ مسئله نیست، اصل این ماجرای تلویزیون و برنامه داشتن و اینها اینه که وقتی رو که ما نمیدونیم میخوایم چه کار کنیم، یه جوری دور هم دیگه بگذرونیم. و الا اگه کسی میخواد چیزی یاد بگیره میره مدرسه، میره دانشگاه، اگه کسی میخواد کاری انجام بده میره بیرون سر کار کار انجام میده، اگه کسی میخواد جنبشی انجام بده مثل آقای افشین عبداللهی میره جنبش شیر و خورشید نوین راه میندازه، مثل آقای رضا زهرابی میره سکوت ممنوع را میندازه، مثل خانم مسیح علی نژاد میره یکم یواشکی حرف بزنیم را میندازه. جدیدا شنیدم بیان غیر بدیم برقصیم. یادتونه چند سال پیش یه آقای اومد از ایران به نام حمید رضا زاکری و میگفت داماد رفسنجانی بوده، البته حالا اونو طلاق داده، حالا دختر خواهر رفسنجانی بوده، هر کی بوده، و یه زن دیگه گرفته و اینها. و این ادعا میکرد که پیک بنیاد شادی یا جنبش شادی، پیک شادی رو میخواد راه بندازه. بعد دیدیم آقا از همه دروغگوتر، یه 600 دلاری هم پول ما رو خورد و رفت. این عدد 600 من نمیدونم، هر کی به 600 میرسه پول ما رو میخوره. ضیاء آتابای 600 دلار ما رو خورد، این حمیدرضا زاکری 600 دلار ما رو خورد، چند تای دیگه هم هستن، حالا اسمشون رو نمیگیم، شاید یه وقت دلشون خواست پول رو پرداخت کنن. دوستان عزیز اگر دنبال وبسایت هستید، این از دست فیسبوک خسته شدید و میگید فیسبوک فایده نداره، اینا میدونید که وقتی یه چیزی میاد همه با شوق و ذوق میرن سراغش، بعد میگن نه آقا همچین آش دنسوزی هم نیست. یادتونه بالاترین یه آقای اومد بازش کرد، ما شنیدیم حتی اوباما 5 میلیون به این داده، ما نفهمیدیم برای چی داده، حالا راست یا دروغش هم معلوم نیست. بعد الان اگه به کسی بگی بالاترین، میگه بالاترین چیه، اصلا نمیرن دیگه اونجا. در صورت اگر کسی از فیسبوک و اینها خسته شده میخواد یک وبسایت داشته باشه که هم اسمش راحته هم سالها هست، این به اصطلاح به ثبت رسیده، دامین نیم مردمریپورت.com. یادتون باشه مردمریپورت.com هم اصلی است، همونی که ما از سال 2009 داشتیم. ولی خب من نه اهل اخبار و اینا هستم، نه دیگه، بالاخره باید بدیم دست جوونا خودمون بریم کنار. اگه کسی میخواد یه پورتال خبری خوب داشته باشه به قیمتی خیلی نازل واگذار میشه. و اینم از این ماجرا. خب ببینم که ساعت 2:30 میبرمتون یا آلمان یا فرانسه، نمیدونم که آقای دکتر شهرام ایران بومی از فرانسه برگشته به آلمان یا نه. ولی امروز راجع به یک کیسی برای من صحبت کرد، یعنی نوشت، که فکر میکنم خیلی جالب باشه که در این مورد یه مقداری صحبت کنن. و این کیسه عظیموریه، این کیسه گویا یک خانمی، کیس یعنی پرونده، این پرونده گویا یک خانم ایرانی ده ها خارجی رو تا حالا کشته. بذارید ببینم درست میگم یا نه، چون ما بعض وقتا خبرها رو قاطی میکنیم. ضمناً دوستان من اینجا مرد شورخونه نیستم که هر کسی مرد یا بیمارستان یا امرجنسی روم من خبر داشته باشم. اون روز آقای رضا سلامی نوشت
آقا شبخیز مرده؟ گفتم من نمیدونم، بالاخره یه روزی همه اون میمیری. من میدونم که آقای شبخیز فکر کنم مریضی قند داشت و اینها، و خب اگه من 62 سالمه آقای شبخیز فکر کنم 68 70 اینا رو داشته باشه. حالا این دوستان موهاشون رو رنگ میکنن و به خودشون میرسن و اینها، شما خیلی فکر نکنید اینا جوون هستن. یه نگاهی به سن خودتون بکنید، اینا معمولا 5 6 سال هم از شما زودتر رفتن تو رادیو تلویزیون. وقتی من و شما دانش آموز بودیم، آقای حمید شبخیز در تلویزیون ایران با آقای فرخزاد برنامه گذاشت. چیزی که هست صداش هم خوبه، خوانندگیش هم خوبه، هنرمنده. حالا به هر دلیلی دیگه رفت این ور و برادرش هم میگن هنوز تو رادیو تلویزیونه. در صورت من دیگه خبری نشنیدم که ایشون فوت شده یا نشده، و به شوخی برای اون دوستمون نوشتم که حالا امیدوارم ایشون فوت نشده باشه، ولی اگه شده باشه هم rest in peace، یعنی در آرامش و همین خدا بیامرزه خودمون، خدا رحمتش کنه، پس. و خبر خوب این که من هنوز زنده هستم. منم ممکنه آقا فردا میرم. یه بیچاره جوون 27 ساله آمریکایی، سعید مواظب باشه، هی به منم تعریف میکنی مکزیک خوبه. آقا این بلند شده برای سالگرد ازدواجش رفته مکزیک، داشتن میخوردن و موزیک و اینها، یک تیری این استریت یعنی مثلا یه سگی که تو خیابونه بهش میگن استری داگ، یعنی سگ ولگرد. حالا تیر تو آمریکا تیر ولگردم داریم، یه تیری معلومم نیست کی شلیک کرده از کجا اومده زده این بدبختو کشته. شما فکرش بکنی اینجا اینا وقتی میخوان برن وکیشن یک سال دو سال کار میکنن، تازه بعدم وقتی برمیگردن کلی به کردیت کارت بدهکارن، باید یه دو سال دیگه هم کار کنن تا این یه هفته وکیشنی که رفتن به اصطلاح پرداخت بشه. همه مثل سعید ماشاءالله نه پولدارن نه اقتصاددونن که بلد باشه چجوری منیج کنه هر روز بره مسافرت. در اصل اینم ماجرایی بود که دیروز اینجا میگفتن اینها، و من خیلی ناراحت شدم. خوشحالم که آقای شهرام ایران بومی هم اینجا هستن. اگر لطف کنن موقعی که تماس میگیریم فیسبوک رو خاموش کنن که اون مشکل صدا و اینها نباشه. من براتون گفتم که یک پرونده ای رو ایشون به من گفت، بذارید براتون نشون بدم که چی نوشته بودن. اونقدر رفت بالا نوشته که یک بله امروز یک زن آلمانی که همکاری برای کشتن 10 خارجی کرده بود حبس ابد گرفت، ولی ساواک آلمان پشت قتل‌های زنجیری بوده. این حالا خودشون بیان بهتر، ماشاءالله خیلی سخنور خیلی قشنگ صحبت میکنن، و بهشون گفتم این کیسا رو این پرونده ها رو برای ما بگن، هم آدم به اصطلاح تجربه یاد میگیره. من بهتون بگم این جادجودی نگاه میکنم، همین دو هفته پیش بود جون 22 22 جون یه دادگاهی داشتیم مال یه کسی که دو تا چکمون پول نداده بود، بردیمش دادگاه. این آقا رفته بود به روز قبلش به دادگاه گفته بود مریضه چنینه چنانه و میدونن شما رو سر میدونن. این یه تکنیکیه که اونایی که این بازی دادگاه ها رو میدونن شما رو انقدر میدونن که شما یا حوصلتون سر بره یا پولتون تموم بشه. همین یکی از دلایلی که ترامپ، اونایی که میگن این آدم موفقیه، این آدم موفقی نیست، این آدم کلاشیه. وقتی پولی یک کارگری رو میخوره، کارگر میره شکایتش میکنه، این یه وکیلی میگیره، وکیلاشن که دیدین کیا هستن، همه یا شعبون میمخن یا از این به اصطلاح کارچاق کنه هستن، جاکش ماکش ها هستن، پا اندازه هستن. در هر صورت اینا رو میفرسه، و انقدر اون بدبخت کارگره هی باید روزن آف بگیره بیاد بره پول بده وکیل بگیره، اون میگه آقا نمیخوام 20,000 دلار ضرر کردم، حالا دیگه نرم خونه و ماشین و اینا رو از دست بدم، ولش میکنه. این معنیش این نیست این آدم نابغه‌ای بوده، این آدم کلاش و پدرسوخته‌ای بوده. برگردیم به دادگاه خود ما. وقتی رفتیم اونجا صدا زد آقای قاضی که سوربی و اون طرف، گفت که اون طرف نیست، گفت آها این کاغذ آورده اینجا گفته این مریضه و فلان اینا. گفتم اینجا میگن یور آنر مثلا محترمن آقای قاضی،
گفتم شما این نوشته ها رو نگاه کن، این آقا روزی 18 ساعت نشسته یا قلیون میکشه یا داره با این و این تکس میکنه و مسابقه های فوتبال بود. گفتم به شما قول میدم الان همه ما اگه بریم در خونهش نشسته اونجا قلیون میکشه و فوتبال نگاه میکنه و به من و شما میخنده که داره این قانون اینجا رو اینجوری سوء استفاده میکنه. قاضیه گفت خب بیار ببینم این چه کاری که میگی و اینها. گفت این چه کاری که نبردی بانک. گفتم بردم بانک، این به بانک یه جوری بازی کرده که بانکم نه مهر میزنه رو اینا نه فلان. ولی ببین این خانمه رو من بهش گفتم شما اگه نامه ندی من میرم به رئیس بانک و اینا شکایت میکنم. این نامه رئیس بانک، نامه رو خون، گفت اوکی حکم چیز برای شما، ولی حکم گرفتن تو دادگاه بازم معنی نداره. حالا شما جاجمنت گرفتی یا دادگاه به نفع شما رأی داد، حالا میخوای چیکار کنی؟ اینه که اینا هر روز میرن پولشون قایم میکنن، هر روز میرن یه شرکت دیگه، یه بانک دیگه، یه جای دیگه حساب باز میکنن و هر چی شما بری دستت به جایی نمیرسه مگر اینکه قانون رو بلد باشی. اینه. برگردیم باز با آقای دکتر شهرام ایران بومی و همون صحبتی که ایشون کرد. گفت آقا یک خود من اگه وقتی با این یه قرارداد بسته بودم، آقا اینجا قرارداد والا 50 دلار 100 دلار 200 دلار هم میبندن، یه دفعه نمیای چند هزار دلار از دست بدی برای خودت هم دردسر درست کنی. در اصل من میگم از این برنامه ها یاد بگیریم، از اشتباهات دیگران، از زندگی دیگران که بعضی وقتا به مشکل برخورد کردن، من و شما در فردا یعنی فردا به مشکل برخورد نکنیم. خیلی ممنون. به به آقای آریو برزن پیروزنیام اینجا هستن، ایشون رو من سالهای سال میشناسم، با وجودی که با هم اختلاف عقیده شدیدی داشتیم دوستان خوبی هم هستیم و از این بابت من از ایشون ممنون و متشکرم. امیدوارم به زودی ایشون رو هم در تلویزیون مردم باز مثل قبل داشته باشیم. این هم از این ماجرا. و اما یه دوستی هم داریم، آقای فرزین از آلمان، نوشتن قتل‌های زنجیره‌ای در آلمان و حکم دادگاه. این لینکش هم فرستادن، عکسش هم هست. به احتمال زیاد این همون موضوعی هست که آقای شهرام ایران بومی هم میخوان در این مورد صحبت کنه. امروز 3 پیام دارم از پتیک، ممنونم. ضمناً آقای پتیک عزیز اندیشکده و آقای لادن و دوستانی که اونجا هستن هم تشکر کردن هست شما، هم گفتن که اجازه هست ما پیام ایشون رو تو برنامه ای جایی استفاده کنیم. گفتم پتیک از روز اولی که من باهاش آشنا شدم نه به اصطلاح اسمش رو قایم کرده، نه شماره تلفنش رو قایم کرده، نه ایمیلش رو، قشنگ همه چی رو مشخص کرده. حرفی هم که میزنه با سنده، با کتابه. میبینید میگه صفحه 300 فلان کتاب اینو نوشته، اینو نوشته. و گفتم بله من از طرف اون به شما اوکی میگم، شما میتونید استفاده کنید. ممنونم پتیک. و اینجا نوشتم پیام های پتیک، بابک هروی، عقل بشر، دکتر ایران بومی و این که 13 نفر در غار که با میل خودشون رفته بودن، 12 تا بچه فوتبالیست و یه مربی، اون مربی هم 24 ساله و دنیا یه دفعه نگران اینها شد. ولی این شالاتان احمق دیکتاتور یه دفعه چندین هزار نفر رو در به در مرده که آمده تو تلویزیون میگه که ما با استروک آف کی یعنی شما یه دکمه رو میزنی همه چی پیدا میشه. دیدی میخوام ببینید تو بانک چند دارین، میزنی این روزایی که روی میزنی بهت میگه بانک پول نداری بدو برو پول بده پیدا میشه. بعد حالا آوردنش قاضی گفته آقا شما قرار بود تا دهم بچه های زیر 5 سال رو پیدا کنی، بچه ها رو گم کردن. باورتون میشه تو قرن 21 یه نفر یه همچین جنایتی انجام بده و دنیا ساکت باشه و این همه دروغ بگه؟ حالا ببینیم چی میشه. بله خیلی ممنون. و اما ساعت 2:29 هست، بذارید من ببینم با اسکایپ میتونم برم به آلمان و آقای ایران بومی رو داشته باشیم. خیلی جالبه این فایرفاکس و کروم و یاهو و اینها واقعا زندگی آدم رو بعضی وقتا فلج میکنن. الان فایرفاکس چند مدت با فیسبوک کار نمیکنه و جالبه اون دفعه هم خانم میلانی نوشته بود که نمیدونم یه دفعه چطور شد حالا میتونم. به همین خاطر دوستان پیشنهاد میکنن مثل قدیم که مثلا شما با اپل بودی و فقط
اون چی بود سفاری فلان رو داشت براوزر نباشه، یا اگه با ویندو بودی فقط اینترنت اکسپلورر نباشه، اینترنت اکسپلورر داشته باشین، فایرفاکس رو داشته باشین، گوگل کروم رو داشته باشین، اپرا رو داشته باشین، چیزهای دیگر رو داشته باشین، ولی هیچ کدومش رو بهشون نگید تو دیفالتی، به هیچ کدومشون کلید در خونتون ندین بگین شما مستری، با وجودی که نمیدی اون پشت دارن کارات خودش انجام میدن. هی میزنی آقا من میخوام گوگل سرچ انجین من باشه، دوباره یه چیز میزنی یاهو میاد به اسم بینگ، بینگ میاد به اسم یاهو، یاهو دوتا گذاشته، یاهو سرچ، سرچ یاهو. خب بذارید ببینم که این بعد no new conversation، ولی اینجا من الان conversation را میندازم. آقای دکتر شهرام ایران بومی، بله اجازه بدین که با ایشون تماس بگیرم. ایشون گفت شماره تلفن بده من از اونجا زنگ بزنم. گفتم آقا من الان دارم میرم رو ایر، شماره تلفن چیه؟ با اسکایپ؟ آقا اسکایپ مجانی، چون با تلفن با دوستان عزیز با آقای دکتر شهرام ایران بومی هستیم. آقا شما شدی مارکوپولو، ما دیگه نمیدونیم کجای دنیا هستیم، خودتون مثل خبرنگارا هست که میگن ما کجای دنیا هستیم، خودتون بگید کجا هستید. و این خبری رو که میخواین دربارش صحبت کنید، یکی از دوستان هم یک سری عکس فرستاده که 10 تا عکس و یه خبر از دوچه وله که نوشته قطعه‌های زنجیره‌ای در آلمان، احتمالاً همینه نه؟ درود از شما و شنوندگان و بینندگان شما. امروز من دنبال حق گرفتن نبودم، بازی فوتبال هستش الان بین انگلیس و یک کشور کوچک اروپایی و از این لحاظ با دوستان همه دنبال این هستیم که 22 نفر چجوری و کجا این توپو دارن وارد میکنن. آها خب من مزاحمتون نباشم، با کرواسیا مسابقه دارن نه؟ 25 میلیون نفر دیگه یا 250 میلیون نفر دیگه هم دنبال این توپا هستن. بازی انگلستان با کیه؟ با کرواسیا؟ دقیقاً این دین، میگن دین جدید فوتباله و همون سیستمی که دین داره برای انسان‌ها چجوری جمع میکنه، چجوری معنی میده، چجوری هدف میده، الان این بازی فوتبال هم یک نوع دین جدیدی شده. همینو میخواستم بگم، میخواستم بگم اینم مثل دین و مذهب پنچر میشه میره. اینجا هم دو هفته پیش مسابقات هاکی یا اسکی و اینای روی یخ بود، دیوونه شده بودن، بعد میشه میره بیسبال میاد، بعد میره فوتبال آمریکایی میاد، حالا مردم رو اینجوری سرگرم کردن. ولی این خبری که شما گفتید یک زن آلمانی، این چی بوده؟ میخواین در این مورد صحبت کنید یا من دوستم بگیم بذارید بهتون بگم چیه؟ من از آقای ایران بومی خواهش کردم هر وقت یک کیس یا پرونده اومد که ایشون به نظرش جالب اومد و خواست ایرانی ها رو در جریان بذاره، این تلویزیون خودش هست، میتونه بیاد صحبت کنه و ایشون هم لطف کرده هر وقت داشته باشه. دیدید دیگه حتی تو قطار هم ما مزاحمشون میشیم و اینا. در صورت در هر موردی که شما میخواین صحبت کنید، به دوستانم گفتم بازی یه بار دیگه پیشنهاد میکنم با وکلا قبل از اینکه برید دادگاه و قبل از اینکه قراردادی بنویسید اینها مشورت کنید. یک چیز خوبی شما گفتید که نتیجه یه صحبت کردن با وکلا رو میگه، اون رو هم اسلوگنی هست که شما استفاده میکنید، اونم من بعدا میگم به دوستان. در اصل میکروفون در اختیار شماست، من ساکت میشم، بفرمایید. چیزی که ممکنه برای شنوندگان جالب باشه، چجوری در سال 2018 هنوز ما در کشور آلمان وسط اروپا بحث فلسفه مهد انسانیت، انسانهای پیدا میشن که خارجی بودن علت براشون میشه که قتل، علت میشه که آتیش، علت میشه که اونها رو با چاقو بکشن. چرا هنوز ما در این دوره، در این زمان نفرت، خشونت رو به این شدت در جامعه داریم؟ امروز شاید یک اتفاق مهمی افتاده باشه که این خانم که جزو یک باندی بود و با این افراد با هم دیگه حداقل 10 نفر انسانو که فقط تنها شباهتشون این بود که خارجی بودن در آلمان در عرض 10 سال کشتن. دادگاه این حکم صادر کرد بعد از تقریبا 5 سال، بعد از مدت‌های زیادی که همه میگفتن این دادگاه دادگاه واقعی نیست، این قتل‌های زنجیره‌ای فقط به وسیله این 3 شخص نمیتونه انجام شده باشه.
در یکی از محلهایی که یک پسر خارجی در توی رستوران کشته شده بود، مأمور ساواک آلمان، مأمور امنیت آلمان چند دفعه هم در اون سالن بود. در خیلی از این قتل‌ها ثابت شده که آدرس‌ها و افراد به طور دقیق با کارمندهایی گویا هماهنگ شدن که مأموران خود اداره اطلاعات آلمان بوده. دادگاه امروز یک شخص رو محکوم کرد، یک خانم رو محکوم کرد به زندان ابد، ولی پشت پرده، پشت این قتل‌های زنجیره‌ای نیومد دادگاه جواب بده که نقش دولت و نقش جامعه آلمان در کشتن انسان‌هایی که فقط تفاوتشون رنگ پوستشونه چی بوده. اگه ماها هممون در هر جایی که در اروپا، در آمریکا هستیم سکوت بکنیم، کاری که اغلب ماها میکنیم و فقط به کارهای روزانه ما میرسیم، ممکنه فردا هر کدوم ما همچین قربانی چنین جرمهایی بشیم. یکی از مسائل خیلی مهمی که با این دادگاه امروز ما میتونیم ببینیم این هستش که سکوت علت شروع خشونت میتونه باشه. شما ازم پرسیدین که چرا این مهم میتونه باشه برای شنوندگان شما، نه فقط در ایران، نه فقط در اروپا، در آمریکا، حتی در کوچکترین جزیره های دور، چون که ماجرای کشتن انسان ها نمیتونه همین جوری اتفاق بیفته. این خشونت بسترش در جامعه هست. اینکه من از تو بهترم چون من نژادم از تو بالاتره، من رنگ پوستم با تو فرق داره، اینو نباید فراموش کنیم. هنوز این ماجرا نمرده و ما باید هر روز در هر جایی که هستیم سعی کنیم که نه فقط برای خودمون، برای آینده نسلمون، برای دوستمون، برای فامیلمون توجه کنیم. اگه شما بخواید من میتونم اطلاعات دقیق‌تری رو بدم در صورت اینکه این مورد علاقه شما باشه. بله حتما بفرمایید. و جالبه که همینجا هم دو روز گذشته یک آقای 91 ساله 2 ساله‌ای رو با آجر زدن صورتش و اینا رو خرد و داغون کردن و همین شعار اونجا میگفتن Ausländer aus، این برو به مملکت خودت و اینها. و بعضیا باور دارن که این آمدن ترامپ باعث این به اصطلاح نژاد پرستی اینها شده. و حالا این عکس این خانم رو که من دیدم، اینم مثل هیتلر همچین نژاد برتری نیست. هیتلر میدونید نه قد بلندی داشت، نه سفید پوست آنچنانی بود، موهاش مشکی بود. این خانم هم حالا یا رنگ کرده یا هرچی، نه بلانده نه اینا. تو مغزشون و اون گروه هایی دیدم، این مال گروه نیونازی هست، یعنی این همون ناتسی اونجا میگن ناتسی یا نازی، و اینا با این افراد دیگه‌ای که معمولا هم بی سواد هستن و یه چیزی رو نیمه کاره یاد گرفتن، همونو تو مغزشون نگه داشتن و به قول شما باعث تعجبه که الان تو قرن 21 باز اینا این کارها رو انجام میدن. و حتما بگید شما بیشتر تا ما آگاه بشیم و بدونیم چه باید کرد در مقابل اینها. چیزی که در این حرفایی که شما میزنین کاملا درسته. قیافه این خانم اگه فقط بخواید نگاه کنیم، مدرک تحصیلی که بخواید نگاه کنیم، دقیقا نه چیزی بالاتر از یک متوسط آلمانی بوده، نه اونجوری میشه گفتش که روی زرد و طلایی داشته، بلکه حتی رنگش هم بیشتر قهوه‌ای و سیاه و تاریک بوده. مدرک تحصیلی هم که ایشون نداشته و با توجه به بیپولی که داشته و با موقعیت بدی که داشته، همون جوری که معمولا گروه های دست راستی در هر جای دنیا هستن، بیشتر علت میشه که بیان دنبال مقصر بگردن کی باعث این شده که من در کشور خودم پیشرفت نکنم. 1-2-3 روش فکر اوناست: من پایینم، من نمیتونم پیشرفت کنم، 3 این خارجی ها هستن که باعثش هستن. به این میگن تئوری 1-2-3 که برای آدم هایی که نسبتا مغزشون کمتر فعال هستش کافی هستش که بخوان دور هم دیگه جمع بشن با استفاده از حالا مواد مخدر میگن، با مواد شیمیایی دیگه میگن، با مشروب و و خودشونو شدیدتر دور هم دیگه احساس میکنن و دست به کارهای نامناسبی میدنن. ولی چیزی که الان در اینجا برای من مهمه که شنوندگان محترم بشنون این نیستش که این خانم الان بحث رادیو تلویزیون هاست.
ولی اون 10 نفری که کشته شدن و آدمای کاملا عادی بودن، همینجوری توی جامعه اینا یکی رو انتخاب میکردن بدون اینکه خودش بدونه، هیچ علتی نبوده، فقط به این خارجی بوده، اینو میکشتن. این برای من بیشتر دردآوره که دولت محلی ایالت هسن، یعنی جایی که در این جا مخصوصا نماینده خود دولت یعنی نماینده ساواک در همون ساواک آلمان در همون منطقه که قد اتفاق افتاده تا چند ثانیه قبلش تا چند دقیقه در اونجا بوده، جدیدن اومد دولت تصمیم گرفت که اطلاعات مربوط به مأموران مخفی که با این قدر میتونن سر و کار داشته باشن تا سال 2134 یعنی تقریبا تا 120 سال دیگه سیکرت باید بمونه. تمام این اعمال نشان دهنده این هستش که شفاف بودن در کار دولت نیست، چون این افراد بدون کمک دولت اونجوری که خانواده های بازماندگان میگن نمیتونستن دست به چنین قتل زنجیره‌ای در آلمان بزنن. و سوال اغلب انسان ها در اینجا اینه که چرا دولت آلمان اومد در این ایالت، منظورم دولت آلمان در این ایالت اومد این مدارکی که میتونه نشون بده که چه اشخاصی در دولت، در وزارت اطلاعات، در وزارت امنیت، در وزارت کشور و و و پشت این افراد بودن، اسم اینها شاید اون پروتکولا بوده که نخواستن تا 120 سال دیگه کسی ببینه. این بزرگترین مسئله هستش که این دادگاه برای ما که در دفاع از حق مردم هستیم سوال هستش. و اگه بخوام در انتها کوتاه به این نتیجه برسم که شما ما چی کار باید بکنیم، شاید این باشه که توجه کنین ما در کشورمون یک قانون جدیدی داریم از سال 2009 که این قانون به هر انسان حق میده که اگه سر کار، تو خیابون، توی مدرسه، در جای مختلف احساس میکنین که نابرابری اتفاق افتاده، شما حق شکایت دارین و این حق شکایت به نحوی هستش که شما نباید اگه تقاضای کار کردین شما رو قبول نکردن، شما نباید ثابت کنین چون خارجی بودین شما رو قبول نکردن. صاحب کار باید در واقع اگه شرایط دیگه هم باشه ثابت بکنه که صاحب کار شما رو برای اینکه خارجی هستین نبوده که انتخاب نکرده. اگه تو مدرسه نمره بد معلم میده و به 3 تا شاگرد دیگه نمره بهتر میده ولی یه شاگرد خارجی رو نمره کمتر میده و باهاش بدرفتاری میکنه، نباید پدر مادر این بچه منتظر باشن که بتونن برن ثابت کنن که این بچه چرا اومده و تحت ظلم قرار گرفته. بلکه با قانون جدید میتونن اگه شرایط حقوقش باشه خود شکایت کننده این وظیفه رو به دادگاه بده که اون شخص باید ثابت کنه که این 29 شاگرد دیگه به این علت بهتر بودن و این یک نفر فقط به این علت رو بد بوده. بفهمید؟ یعنی حقیقتاً کار رو آسان‌تر میکنه برای اونایی که ممکنه به اصطلاح بهشون ظلم و تبعیض قائل شده باشه، درسته؟ اسم این قانون اصلا همین هم هستش و قانونی که من الان اینجا مطرح میکنم قانونی هستش که سعی میکنه برابری رو در کشور وسعت بده و برای مجازات کردن ما حتی در قانون امکاناتی داریم که وکلایی که خیلی کم هستن، وکلایی که با این قانون کار بکنن میتونن سو بکنن و حتی مخارج وکیل، دادگاه و صدمه هایی که از لحاظ روحی و یا مالی و یا مسائل دیگه وارد شده هم شما میتونین از طرف مخالف بگیرین. ما در آلمان چنین قانونی نداشتیم، در آمریکا عادی بود، ولی اینکه تونستیم از 1984 خود من دنبال این قانون بودم و با پارلمان اروپا کار میکردیم، با افراد مختلفی من تو مجلس کار میکردم و خیلی در این رابطه سعی کردیم که این قانون که همیشه ما میدونستیم که اگه خواستن در حد امکان باشه توانستن هم خواهد بود، خواستن ما این بودش که امکانو به ما بدن که اگه یک انسان به علت نژاد پرستی قربانی جرمی میشه و یا نابرابری میشه بتونه این شخص در دادگاه شکایت کنه، ولی نکته مهم اینه که نباید شخص خودش ثابت بکنه که اون طرف دیگه با بقیه درست رفتار کرده، بلکه
اون طرف مخالفه که باید بیاد ثابت بکنه که من با همه مثل این رفتار کردم. بسیار عالی. حالا در رابطه با این کسی اینا صد و نمیدونم چند سال این پرونده رو به اصطلاح سری اعلام کردن، نمیشه اونا خانواده هاشون یا دیگران شکایت کنن مثلا اینجا بله تازه تاپ سیکرتا 30 سال 25 سال؟ به همین خاطر میبینیم هر روزی یه سری پرونده میاد بیرون، مثلا ماجرای کودتای آمریکا بر علیه دکتر مصدق، دیگه همه پرونده‌هاش بیرونه، الان همه میتونن دسترسی داشته باشن. بعضی هم وقتی میاد بیرون اگه یه چیزای هنوز میگن سریه، اون قسمت رو خط میکشن با ماژیک یا سیاه میکنن. ولی این که امروز به قول شما توی این دور زمان دولت بیاد بگه که این پرونده و اون ماجراهای پشت پردهش 100 سال 120 سال چی میگن مکتوم بمونه، یعنی اصلا کسی نتونه دسترسی بهش داشته باشه، این رو نمیشه کسی شکایت کنه؟ یا هستن کسانی که میرن دنبالش افرادی مثل شما؟ سوال شما در رابطه با اینکه چه جوری بشه بر علیه تصمیم دولت شکایت کرد، جوابش خیلی نسبتا راحته که دادگاه‌هایی هستن برای رسیدگی به شکایت افراد یا اشخاصی که میتونن نسبت به خودشون این قانون رو نامناسب بدونن. ولی اگه از دادگاهی خودم هم بخوام بگم که جدیداً از همین چند هفته گذشته داشتم، شخصا نمیذارم به اون حد برسه. تا دیگه وکیل هستش، اگه شما یک مقداری تبحر تو کارتون داشته باشین و بدونین که عدالت بر پایه این نیستش که شما فقط وکیل باشین و بخواین پولتون رو در بیارین، بلکه عدالت یک هدف هستش برای ساختن جامعه و اونایی که حالا فعالیت سیاسی میکنن انشالله مبارکشون باشه، ولی اگه شما در اون رابطه های کوچیک در خانواده ها، در مدارس، در جاهایی که شاید به عنوان سیاسی نباشه، بتونین به عنوان وکیل وظیفه داشته باشین که رابطه انسان ها با انصاف و با عدالت باشه، این بهترین و زیباترین کاری هستش که شاید من فکر کنم در نظم جامعه بتونه یک انسان انجام بده و نه اینکه بذاره این تحرکات، این تحولات، این ریشه های نامناسب پخش بشه. چیزی که معیار انسان باید باشه سنجش خودشه در آخر شب، امروز که من زنده بودم چه خدمتی برای جهان، برای خودم، برای دیگران کردم، و روح عدالت و انصاف و بعد من اگر از جامعه انسانی بگیریم، جامعه انسانی دیگه انسانی نیست. و در 3 تا دادگاه در حال حاضر من شخصا از رئیس دادگاه شکایت کردم، از یک دادگاه هستش از خود دادستان شکایت کردم، و در یک دادگاه دیگه بودش که من از مدرسه شکایت کرده بودم که کل معلم مدیر پشت سر هم دیگه از یک شاگردی که ترک بود و ایرانی هم نبود اومده بودن این بچه رو که 9 ساله هم بودش آزار میدادن، به مادرش اجازه نمیدادن که برای این بچه غذایی که میخواد بیارن، بلکه مجبورش میخواستن بکنن چیزایی که توش خوک هست بخوره، و این خانواده دوست نداشتن تو مدرسه بچه‌شون صبحانه‌ای که بچه‌ها دور هم دیگه میخونن چیزی باشه که توش خوک باشه، و اینها سعی کرده بودن که جلوگیری بکنن و علتهای مختلفی مدیر و معلم اجازه ورود به اینا نداده بودن، و خود همین باعث شده بودیش که این مادر و پدر در واقع هیچی در دلشون که آدمای خیلی ساده هم بودن نداشتن، مجبور شدن که به کمک وکیل که در اینجا من بودم شکایت به دادگاه بکنیم که آیا یک مادر و پدر حق ندارن در رابطه با بچه‌شون تصمیم بگیرن که چه غذایی تو سر کلاس باید به بچه‌شون داده بشه؟ آیا یک قاضی اجازه داره در سر دادگاه به یک متهم که خارجی هستش اتهام بزنه چون تو از محلی میایی که در اونجا کشتن و بی احترامی عادیه، خب تو هم دست به این کار زدی؟ این اجازه داره یک همچین جمله یک قاضی بگه؟ آیا این خودش نشون نمیده که افکارش نژاد پرستی است؟ و در دادگاه دیگه هستش که دادستان محترم مجبوره، حالا امیدوار هستم در این دادگاه به نتیجه هم برسند، الان خود دادستان کل اجارتا روبروی من قرار گرفته، که این آقای دادستان هم در داخل دادگاه با سوالهایی که مربوط به افرادی که در رابطه با دادگاه نیستن ولی خارجی هستن و موها و رنگها و انواع مختلف نوع زندگیشون رو قبول نداره، اینها رو مسخره میکنه. این برای من چرا اینا رو مطرح میکنم؟ هر یک نفر اگه
در جامعه چنین چیزی رو میبینه، به راحتی یک قلم برمیداره، یک کاغذ برمیداره، شکایتشو میتونه به مرجع بدون حتی وکیلم بده، خرجی نداره. سکوته که انسان رو رب میبره. جامعه انسانی، جامعه ای که ما هستیم، با نبودن، فعال بودن انسانهایی که برای هم نوع خودشون هستن میتونه خراب بشه، نه با اینکه ما بریم کار سیاسی بکنیم و همش دروغ بگیم و هر کی بگه که آقا اون آدم دموکراتی نیست و هر کی حتی منو گوش بده دموکراتم، چون من میگم. بفهم. بسیار ممنونم از شما و خیلی قشنگ گفتید شما. همون اگر سکوت نکنیم بالاخره میریم دنبالش، حالا یا خودمون تنها قانون رو به اصطلاح به کمکمون میگیریم و یا اینکه با کمک یکی از اونایی که مثل شما قانون رو میدونن، راه و چارش رو بلدن، استفاده میکنیم. من بازم از شما ممنونم و امیدوارم این پرونده هایی که شما میاین اینجا میگید کمک کنه به دوستان بیننده و شنونده. در طی برنامه من فیسبوک شما رو نشون دادم که خیلی هم ساده است، همون اسم خودشون شهرام ایران بومی، دوستان میتونن با شما تماس بگیرن و من باز هم ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار من و دوستان گذاشتید. در انتها فقط یک جمله رو تکرار میکنم، انصاف روح عدالت، عدالت شاید به وسیله قانون اجرا میشه ولی انصاف به وسیله ما انسان ها، چه در خانه، چه در خانواده و چه در اجتماع. بیاین با هم دیگه منصف باشیم. روز و شب شما بخیر. ممنونم از شما، خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای شهرام ایران بومی بودیم. فیسبوکشون هست به همین اسم، شهرام ایران بومی. ایشون در آلمان هستن ولی گفتن که از لحاظ مشاوره میتونن در هر جای جهان با شما مشاوره کنن. و ضمناً راجع به این که توی دادگاه به اون خانواده گفتن بله ما فرهنگ شما رو میشناسیم، همین هفته پیش این آقای فضائل عزیزان، بنده خدا، اینجا دادگاهی که رفته، حالا به خاطر تصادف یا حق باش بوده یا حق باش نبوده اون قسمت دیگه ای است، ولی وکیله یه خانم سیاه پوستی یه حرف احمقانه ای به این زده، گفته که من میدونم تو از چه فرهنگی میاین و شما برای زنها ارزش قائل نیستی، که حالا آقای عزیزان شانس آورده، بلد بوده، رفته با این گروه هایی که میان وکیلای، وقتی میگیم وکیلای مجانی، اونا حقوق بهشون میدن ولی این سازمان ها با کمک مردم پول جمع میکنن، وکیل میدن به کسایی که نمیتونن، چون آمریکا همه چیز حرف پوله، یعنی خودشون اصلا ضرب المثلی دارن که میگن پول مانی تاک، میگن پول حرف میزنه، ببخشید بولشت واک، یعنی تپاله گاو را میره، یعنی شما اگه میخوای حرفت حرف باشه با پول داشته باشی. این از این. در رابطه با این ماجرایی که پیش اومده، باز من یه تبریکی میگم به اونایی که دقت نکردن که ترامپ چی داره میگه و اصلا اینقدر احساساتی شدن وقتی که گفت we make America great، اینا دنبالش ندیدن که گفت again، یعنی ما آمریکا رو دوباره به اون جای عالی میرسونیم. که از روز اول من سوالم این بود، منظورت از great کیه آقای هنرمند حمید مرتضوی که رفتی مثل سگی که ترسید دومشو گذاشت لای پاش رفت در رفتی، منظورش از great کیه؟ چه زمانیه؟ زمانی که رفتن کره ما سال 1960 و اینها که اینجا مارتین لوتر کینگ و اینا رو کشتن، زمان قبلش بردهداری، زمان قبلترش جنگای به اصطلاح داخلی، چیه؟ بله make America great، این هیچ حرفی توش نیست، همه دارن فعالیت میکنن که و هست آمریکا واقعا great. همین که امروز آقای شهرام ایران بومی راجع به ایران میگه، راجع به آلمان میگه و میگه ما تا امروز اینو نداشتیم، خب نشون میده آمریکا great بوده و هست. ولی این احمق نژاد پرست دیوانه شالاتان هرزه میاد میگه ما میخوایم آمریکا رو دوباره گریت کنیم. کی گریت کنیم؟ مردم رو کرده تو قفس، 12,000 نفر رو انداخته تو قفس،
در صورتی که من و شما برای 12 تا بچه که رفتن تو غار تفریح، رفتن فوتبال بازی کردن و اونجا غار جزء یک جا، یکی از جای دیدنیه. مثل تو ایران که میرفتن کوه، میرفتن اون بالا یه کافه هم بود، املتی هم میخوردن میمدن. توی این کشور تایلند یا تایوان، تایلند فکر کنم، وقتی میرن اصلا تابلو زده، تابلو زده کیو از این ور، غار از این ور. برای این نگران بودیم، ولی اینی که گرفته بچه ها رو جدا کرده از مادرها، و تعجب من اینه که مادر پدر ایرانی هنوز دنبال ترامپ، واقعا خجالت آوره. تصور کنید یه روز شما بچه‌تون تلفن نمیزنه، دلتون نگران میشه. میگه طرف باهاش صحبت کردن، گفتن ما فردا میاریمت با بچه‌ت دادگاه. یک سال نه بچه‌ش دیده، نه باهاش صحبت کرده و نمیدونن الان کجاست. باورتون میشه؟ قرن 21 آمریکا با این همه سیستم ندونه کجا به کجاست؟ الا اینکه یه سیستمی میاد. شما فکر میکنید هیتلر یه دفعه هیتلر شد؟ هیتلر با انتخاب مردم انتخاب شد و تازه میخواست جلو جور و ظلم و ستم رو بگیری. شما ببینید این مردک تا حالا میگه که بیشتر از 25% مقام هایی که باید با انتخاب این و تایید مجلس سنا باشه هنوز خالیه. کجای دنیا شما یه دولتی رو انتخاب میکنید که بیاد اینجا رو بکنه great again دوباره، ولی بعد از یک سال و نیم هنوز کابینش مثل آبکش سوراخ باشه؟ اون وقت مردکه پدرسگ و هرچی که موهاش رو از اینجا شنو کرده برده اونجا، برده اونجا، گفتن آقا این میر یا شهردار انگلستان بی خود اجازه داده اینا یه ترامپی درست کردن 15 فیت، بعدم پوشک بستن دورش با یه سنجاق و اینها. بعد گفت که سوار هواپیمام که داشته می شده مثل که اون چیزه رو بردن. مسخرش میکنن، میگن حتی خودش هم دوباره خواست سوار هواپیما بشه، دوباره این موها از اینجا اومده اینجا، از اونجا رفته اونجا. بعد این زنکه رو میگیری با این سینه های قلابیش میاره. تازه میگن این زنکه مثل که یه دوتا بدل داره، همینی که دیروز سوار شد برن این برای ناتو، اصلا زنه یه شکل دیگه. یعنی یا تایید میکنه اون جراحی ها که جراحی کنه به گور پدرش، مگه تا حالا جراحی نکرده؟ پایین و بالا و وسطش جراحی کرده، عکساش روی اینترنت هست، ولی دروغ میگه. رفته بود میگه برای کلیهش رفته اونجا کیدنی فلان، بعدن معلوم شد این خانم اصلا یه هفته خدا میدونه کجا بوده، چه جراحی های انجام داده. اصل و باور، اصل چیشون بر دروغه. شما اون مردیکی که وزیر پروید بود، کی بود وزیر EPA Environmental Protection Agency بود، محیط زیست و اینها بود، 15 تا خلافی که اینا تازه فهمیدن، خدا میدونه چند میلیون خلاف دیگه کرده که دنبالش هم نیستن یا بزرگ نبوده، 15 تا خلاف دادگاهی که آخر خودش رفت کنار. و ایلا اینا رو ول کنی، اینا اینجا فریدم پرس نباشه و اینا، مردم رو برمیگردونن. از آلمان هم بدتر میشه، آلمان 1940 اینا. در صورت دوستانی که طرفدار ترامپ هستی، این پافشاری و همینجوری چون من بودم حالا میخوام باشم و بذارید کنار، یکم بشینید با خودتون فکر کنید. ببینید حتی طرفدارای آمریکایی، طرف پنسیلوانیا، این کشاورزا همشون با ترامپ بودن. اصلا شما مسافرت میکردی طرف ساختمون طویلش و اینا رو بزرگ اومده بود پول داده بود عکس ترامپ و نمیدونم تبلیغ و اینا، الان میگه بله من فکر کردم وطن پرستم، ولی من نمیخوام برای وطن کشته بشم. کشته منظورش چیه؟ میگه اقتصادی که این راه انداخته با چین داره ما رو نابود میکنه. حالا بشینید تا یکی یکی این گرونی ها سراغتونم بیاد، از بنزین گرفته که الان تابستون و فصل مسافرت یقه مردم رو گرفت گرون شد، تا هر چیزی که شما میخواین بخرید. و این آقا فکر کرد اینم مثل بیزینسه. این آقا آدم موفقی در بیزینس هم نبوده، تنها موفقیتش این بوده که سوراخ دعای اینجا و قانونا و سوء استفاده رو یاد گرفته و به عنوان یک کلاش از مردم معمولی چون سوء استفاده کرده تونسته چند دلاری برداره و یک زندگی ننگین اینجوری. و الا این از روز اول همون پولی که از باباش میگرفت، اگه مینشست از پاش میخورد هنوز زنده بود، ولی یه زندگی درست کرده. شما به خانوادهش نگاه کنید، این دختره دیوانه. دیروز رفته بود یه جا فوش کردن، فوشش دادن.
گفتن خجالت نمیکشی تو بچهات الان باهات بچه های اینا رو چیکار میکنی؟ میخواستم پیام پتیکو پخش کنم ولی چون ساعت 3 بعد از ظهر قول دادیم چهارشنبه با دوستمون باشیم از خلیج فارس میریم پیام ایشون رو میشنویم، شما هم میتونید در اینجا پیام بفرستید به صورت برنامه براتون پخش کنیم، همه میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. و بارها گفتم اگر کسی با من مخالفه اون اینجا ارجعیت داره که بیاد برنامه بذاره، پس من اینجا پیام شما در تلویزیون مردم رو نشون میدم، شماره تلفنی هم که میشه به اصطلاح نشون میدیم و ببینم اینجا این ماجرای گفتار عقل بشر رو من براتون پلی کنم یا خیلیه این فایرفاکس اون چیزای مثلث به اصطلاح چی میگن اونی که صفحه رو کوچیک میکنه و اینا همه رو بسته و الان من نمیتونم صفحه کامپیوتر اصلیمو ببندم، رو همه اینا رو گرفته. بذارید ببینم اینجوری میتونم برم سراغش. خیلی واقعا اینا بله الان براتون پخش میکنم اون رو. بالاخره رسیدیم به صفحه اصلیمون یعنی میز کارم. آمی با بهترین آرزوها نه بذارید از اول پخش کنم یکایک شما. اجازه بدید ببخشید از اول حرکت از نو. تو ارتش وقتی رژه درست نمیرفتی تنبیهش این بود، میگو حرکت از نو، یعنی همه این کارا کردی باطله، شما از اول. حالا بیام ببینیم چی میشه. بفرمایید. سلامی با بهترین آرزوها برای تندرستی و خوشبختی یکایک شما. گفتارهای گذشته را پایه و اساس قرار داده و گفتار دیگر از عقل بشر تقدیمتان می کنم. در گفتار هفته پیش برای نمونه طرز کار مهندس معماری را برایتان شرح دادم. این حرفه که تاریخ پیدایشش به نخستین روزهای تولد انسان بر این کره باز می گردد و به همه گوشه و تفصیل‌های زندگی انسان دخالت می‌کند، موجب پیشرفت انسان گشته و اغلب وسایل آسایش و دستاوردهای گوناگون بشر را هنگام طرح جهت زندگی و کار در قالب ساختمان تقدیم هم نوع می‌نماید. امیدوارم به ضرورت دانش و دانستن برای سازندگی انسان و پیشرفتش آشنا شده و موافقت کرده باشید برای تضمین هر کاری موفق و صحیح پس از شناخت مشتری و یا استفاده کننده با بررسی و برنامه طرحی توسط متخصص کاردان تهیه و محصولی سودمند و مناسب مقام انسان ساخته و در خدمتش قرار می دهد. عوامل تغییر انسان و وضعش هنگام طرح و با در نظر گرفتن آیندهش به شکلی تقدیم می شود که نتیجه مطلوب را بدهد. یک مهندس معمار موفق اگر 50 سال کار کند و فرض کنیم هر ماه یک مشتری داشته باشد، در دوران کار به 600 خانواده و یا شخص تجربه هایش را تقدیم می کند. این شماره اغراق‌آمیز و مبالغه است. برای این گفتار و به هدف اندیشیدن لطفاً قبولش کنید. خواهشمندم با یادآوری گفتارهای پیش و سپس مقایسه به این سوال پاسخ دهید. آنان که با تکروی شخصی یا گروهی میخواهند بر یک ملت چند میلیونی چوپانی کنند، کدامشان از حال مردم و اجتماع و انسانها و عادتها و مغزها و اندیشه‌ها و عقیده‌ها و هزاران مسئله گوناگون تأثیرگذار بر کردار و رفتار انسان‌ها اطلاع کافی دارند تا شایسته حکمرانی و یا طرح سیستم حکمرانی باشند؟ قبل از رسیدن به مقام چوپانی کدام یک از آنان شناخت انسان را چون دانش به رسمیت شناخته و در پی فراگیریش رفته اند؟ سؤال تکراری آقای سربی از این افراد بیایید و به ما بگویید چند نفر با شما همراهند سؤال تحقیقی و یا پژوهشی نیست. ایشان خواهان دانستن نتیجه یعنی تعداد بره‌های گله هستند. فعالیت این آقایان و خانم‌ها با احساسات غلبه کرده بر عقل انجام گرفته. از شناخت مشتری اوضاع احوالش که در این پروژه ملت ایران است اطلاعی ندارند. این افراد و گروه ها
خواست احساسات درونی خود را در قالبی مردم پسند و بر اساس تحریک احساسات اعلان می کنند. اغلبشان دیگران را داخل آدم و در سطح خود نمی دانند تا برای شناختنشان گامی برداشته و شاید اقدامی صحیح کنند. انجام تحقیق در شناخت انسان یا هموطن به مغزشان هرگز خطور نکرده. شناخت انسان و برآورده شدن نیازهایش خارج از محوطه عقلی آنان است. هدفشان در تغییر رژیم که طی بیانیه و یا مصاحبه به طوری مردم پسند اعلان می کنند، خواسته های درونی خودشان را ظاهر سازی می سازند. خودخواهی بر عقلشان غلبه کرده و اقدامهایشان دور از تحقیق و دانش است. بدون پایه و پیریزی صحیح رستگاری ملت امکان ندارد. اینان همان کجروی گذشتگان را تکرار می کنند. متاسفانه اغلب طرح‌های عقل انسان برای حل یک مشکل تنگ، کوچک و در حدود وصل پینه کردن است. فرشته‌ای که برای انسان یک طرح بنیادی تقدیم کند تا حال نازل نشده. همه مخالفین حل مشکل را در سرنگونی یک رژیم و رفتن سردار و دار و دستش و آمدن سردار نو با چهره‌های نو می‌بینند. به امیدی دل بسته‌اند که تا حال تحقق نیافته. مگر این وضع را تجربه نکردیم؟ دیو رفت و فرشته آمد. یک فرشته چه کرد تا این بار منتظر آمد این ملائکه ها باشیم؟ اغلب حکمرانان تاریخ انسان بر این کره جنگجویان و فرزندانشان بودند، یعنی کسانی که سریع‌تر از دیگران شمشیر کشیده و سر بریدن برایشان معمولی. آیا انسان و حال و احوالش برایشان اهمیت داشت؟ هدفشان چوپانی بود که با زور و کمک اطرافیان منافق فرصت طلب انجام داده و به دست می آوردند. سر بریدن و از بین بردن دیگر انسان ها برایشان ساده تر آب خوردن بود. اگر به انسان اهمیت می دادند، روش حکمرانی روی این کره شکلی دیگر بود. همه اصول و معیارها به اراده بیمار و نادرست همایونی گره می خورند. به کرم و رحمت خدای ساخت خیالشان نسبت میدهند. گوش ما پر شده از عبارتهای سلطنت موهبتی خدایی است، یا اگر خدا نمیخواست ما موفق نمیشدیم. پیروزیشان را به سخاوتمندی خدا نسبت میدهند. هنگام شکست خدایشان مخفی میشود و از اراده بیکرانش سخنی بر لب نیاورده و خود و خدایشان از تحمل مسئولیت میگریزند. در دوران نو و روزهای زندگیمان این افسران ارتش هستند که در اغلب کشورها به کودتا دست زده و بر سر قدرت می نشینند. زمزمه‌ای که درباره کودتای پاسداران از ایران به خارج درز کرده. نظامیان از همان صفتهای حکمرانان جنگجو و شمشیر به دست برخوردارند. از روز نخست تربیت نظامیان سعی و کوشش مربیان این بوده و هست که دانشجویان را به اطاعت کامل و عدم مخالفت و بله قربان گفتن عادت دهند. رفتار فارغ التحصیل‌های این دانشکده‌ها با زیر دستان بر اساس همین روش است. نسبت به بالا سر هر که باشد مطیع هستند. این اطاعت کورکورانه اصل آموزش و روش نظامیان است. سر بالا هر که باشد، آنان آمادگی قربان شدن خیش را اعلان می کنند. هر درجه داری از همه زیر دستان انتظار اطاعت کامل دارد. فرمانبری باید بدون اندیشیدن صورت گیرد و افسر و درجه‌دار به سادگی هر دستوری را بدون مخالفت و یا اندیشیدن اجرا کند. سستی مغز نظامیان به درجه ایست که از میان بردن خود را هم نمی درکند و با اجرای دستور هرچند غلط باشد جان شیرین را قربانی می کنند. به جز زورگویی و زورورزی و استفاده از همه جوانب زور برای انجام دستور و رسیدن به هدف، وسیله دیگری در مغز نظامیان کاشت نشده. زورگویی مغزی موجب می شود پس از هر انقلاب تعداد زیادی از مخالفین یا آنان که ممکن است مخالف شوند سر خود را از دست داده و یا زندانی شوند، هرچند شریک در انقلاب باشند. به علت تکرار این واقعیت
عبارت انقلاب فرزندانش را می جود یا می خورد یک اصل شده. عموماً هر کس که با زورگویی بزرگ شده برای حل هر مسئله‌ای و انجام کاری جز استفاده از زور تزریق شده در بیشعوری توان دیگری ندارد. با زور مطیع می شود. هیچ فرد نظامی و زورگو این کجمغزی خود را تشخیص نمی دهد. تکرار انقلاب ها در کشورهای بسیار نشانه و نمودار رفتار عقل زورگویی شایع در اجتماع های انسان است. استفاده از زور فیزیکی که در کشتن، زندانی و شکنجه کردن میشناسیم تنها وسیله نظامیان برای مسلط بودن بر گله های انسانی است. پس از کنار زدن زور، مغز زیان دیدگان از زور دوباره به حالت نخست بازگشته و از تسلط زورگوی نظامی رها می شود. یعنی در مغز زور خورده و اندیشه هایش تغییری صورت نمی گیرد. چیزی که در بیشعوری مغز می ماند احساس به مظلوم بودن و علاقه به انتقام گیری است که ادامه خونریزی را حتمی می کند. از آغاز شکل گرفتن نخستین اجتماعهای بشری تسلط بر مغزها هدف حکمران بود. برای ادامه مطیع بودن گله و خارج نشدنش و جاویدانی رژیم سلطنتی یک خاندان، سیستم گله‌داری تأسیس و نظام کنترل گروهی مغز پایه‌ریزی شده است. برتر بودن و جاویدان شدن یک وبای بیشعوری پیروان تک اندیشه است. این هدف توسط یک بخش از چوپانان اجتماع به نتیجه میرسد. این گروه همان موبدان و مردان دین و یا عقیده هستند که با منطق تراشی و سفسطه در کنار زور نظامیان مغز را به یک عضو ناتوان بیهوده مبدل می نمایند تا در اختیار بیچون و چرای حکمران باشد. در حزب‌های عقیده‌ای و مدرسه‌های دینی دانش آموزان و طرفداران فقط اصول حزب یا دین را فرا می‌گیرند. هنگامی که یک انسان در یک محیط و یک فرهنگ و تک روش بزرگ شود، به طور طبیعی یک دنده، یک راهه و یک سو می‌شود. هر گونه دیگر اندیشی برایش غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل است. حتما متعصب به عقیده خود بزرگ شده و خواهد بود. افراطی و نجات پرست بار می آید. با دمیدن باد برتری بر عقل، خودبینی در بیشعوریش کاشته و بزرگ می شود. از کنار آمدن با ایده های مختلف و یا شناخت عقیده و روشی دیگر دوری می کند و آن را دشمن، گناه و حرام می داند. با ایمان مطلق به متن کتاب های مقدس و اصول حزب و یا مرام نامش، نفرت از دیگر ایده های معنوی عقلشان را در اختیار گرفته و تحمل شنیدن هر مخالفتی را از دست می دهد. در دو گروه نظامی و عقیدهی تنها هدف اعلان شدهشان بزرگ نمودن یک توهم است. خدمت همه جانبه به آن هدف یا موضوع حسی، وظیفه، واجب و غیر قابل بحث می شود. وسیلهشان در اداره مغزهای گله توسط معیارهای دینی و دولتی و با استفاده از زورگویی حلال و معمولی و سپس واجب و مورد قبول عموم می شود. برای مثال همه کارها و اقدامهایشان را در راه رهبر، خلق، ملت، پیشرفت کشور و دیگر شعارهای فریبنده و مردم پسند می شناسانند که نتیجه اش به ضرر دشمن تمام می شود. اگر دشمن نداشتن او را می آفرینند تا کجرفتاری ها و نارسایی ها و کمبودها و اشتباه هایشان را برگرده اش قرار دهند. این چوپانان چطور و چگونه می توانند خدمت سودمندی تقدیم کنند اگر نیازها، اوضاع و احوال و روان استفادگر از خدمت را نمی شناسند؟ از کمبود عقل و دانش خود در این زمینه ناآگاهند. انسان ها برایش شماره بی ارزش و بره های گله هستند و فقط با زور و ترس می خواهند آنان را به راهی برند که در عقل محدود خود بهترین می دانند. کدام یک از این حکمرانان شنیدن رأی دیگر به مغزشان خطور کرده یا برایشان اهمیت دارد یا آن را انتقاد اهانت آمیز نمی پندارند؟ این سیستم در حکمرانی از آغاز تاریخ بشریت و تا کنون به همین صورت بوده و هست. با ادامه معیارها،
امکان تغییرش هرگز وجود ندارد. قبلا هم اشاره کردم هیچ مدعی پیامبری، انقلاب کننده و مدعی بهتر کردن اوضاع مردم تا حال بر روی این کره نیامده که این اصول را تغییر کلی دهد. طرح‌های ارائه شده شان فقط صفتهای معبود و سیستم پرستش را دگر کرده. موبدان ظهور یک سوپر نجات دهنده را با وعده سرخرمن به گله ها باورانده اند. بدین علت در دین همه ملت ها آمدن یک پیشوای غایب نجات دهنده یک پایبند عقیده‌ای و الزامی است. یا سر به آسمان کرده و از خدایشان میخواهند به زمین آمده و آنها را نجات دهد. از روز نخست فرعون سرور و چوپان گله مردم بود. خدایشان این وضع را ساخته بود و نمیشد به خواستش اعتراض کرد. مخالفت با خواست خدا گناه کبیره است. وقتی فرعون کشته میشد و دیگری به جایش می آمد، بازار فریبندگی تکرار و فقط شخص اول تغییر کرده بود. اگر خوب بیندیشید از روز نخست تا حال تفاوتی در این سیستم حکمرانی پیدا نشده. ادامه وضع و بقای سردمدار رژیم نیایش همه موبدان است. نمیخواهم با روزخوانی عبارتهای آخوندهای خودمان، کشیشهای مسیحیان و راباهای کلیمیان و موبدان بودائیان را تکرار کنم. همه یک محتوا دارند. به کنار گذاشتن عقل و بالا بردن دست دعا تنها راه نجات است. دعا به خدایی که عادل و ظالم است، کریم و خسیس می باشد، می آفریند و انتقام می گیرد، زنده می کند، بیمار می سازد و شفا می دهد، شاید هم بکشد. اگر به کتابهای شیعیان مراجعه کنیم و دعاها را که توصیه شده انجام دهیم، هرگز وقتی برای خوردن، خوابیدن و کار و فعالیت دیگری نخواهیم داشت. دعا هنگام برخاستن از خواب، دعای ورود به دستشویی، دعای قبل از شستشو، دعای بعد از آن، دعا هنگام گذاشتن پای راست در مستراح، بعد دعای پای چپ، دعای ترک مستراح، دعای قبل از وضو، دعای بعد از وضو، دعای قبل از خوردن، دعای بعد از خوردن و همینطور تا هنگام خواب یا مرگ موقت. اگر امامان این دعاها رو می‌خواندند، هرگز برای هماغوشی با زنان متعدد و به بار آوردن بسیار فرزندان گوهربار وقتی نداشتند و بی نسل مرده به این همه سید و امامزاده پس نمی‌انداختند که در شهرها و دهها پخش شده و پس از مرگ گره‌گشای مشکل‌های ما باشند. هیچیک از مریدان این دین ها بیهودگی های توصیه ها و تناقض ها را مد نظر قرار نمی دهند. چون مغزشان به چیزی مبدل شده که نمی تواند خارج از دایره مطالب فرو رفته در آن به روش و یا سبک دیگری بندیشد. انسان هایی که بندیشند و از خود قبل از دیگران بپرسند چرا اینطور می کنم، چرا اینطور می اندیشم، بسیار نادر و کمیاب هستند. تنبلی و نه اندیشن و نه اندیشیدن و زیر زور رفتن برای عموم مردم ساده تر از سردردی فکر کردن و یافتن راه نجات است. هدف اصلی این گفتارهای عقل بشر شناساندن مغز و اندیشیدن شماست. برای پیشرفت و بهتر زیستن نباید اشتباههای گذشته را تکرار کرد، نباید دیر عاقل شد و لعنت بر خود فرستاد، باید اندیشمند و مبتکر بود. متاسفانه ایرانیانی که پس از تغییر رژیم به خارج پناهنده شده اند و در تاریخ این ملت اولین و آخرین گروه مهاجر نبوده و نخواهند بود، به خود اجازه فکر کردن و آموزش از تجربه نمی دهند. این وضع را در وجود شاه اللهی ها، گروه های مدعی مخالفت با رژیم و مؤسسین سازمان های گوناگون می توانید. همشان بدون استثناء ادعاهایی بر زبان آورده منتشر می کنند که مورد پسند جماعت و عموم قرار گیرد. هیچ کدامشان به شکل فردی و یا گروهی و یا برای یافتن حل مشکل ها به بررسی وضع انسان و موقعیت مغزی و رفتار و توانهای عقلش نمی روند. بدون تشخیص و با نادانی از اوضاع عقل، آزها و جاه طلبی های خود را در قالبی فریبکار آشکار می کنند. هدفشان رسیدن به مقام چوپانگری است که در بیانیه ها و مصاحبه ها بدون درک برملا می کنند. انقلاب سال 57 تجربه تکان دهنده ای بود که می باید برای عموم انسان های معاصر، کشورهای نزدیک و دور و به خصوص ایرانیان درس مغزی و انتیگری بزرگی باشد.
شاه و اطرافیانش از اوضاع احوال و پندارهای ملت اطلاع نداشتند. زورگویی برای تک اندیشی عموم تنها وسیله دولت بود. رفتار دولت ملت را به سطوح درآورد. بزرگ نمودن یک موجود و مجبور ساختن مردم به پرستشش در روانها خواه و هوای رهایی کاشت. مردم بدون بررسی و اندیشیدن به هر سوی گرایش آوردند تا راه نجات یابند. همه راه ها را بسته بودند. تنها راه را در دستک ساخت و ستون بنیان خود رژیم یافتند. آن دین بود که یکی از دو ستون حکمرانی هر سیستمی است. مخالفت دین مخالفین را پیرو شدند. برای ابراز مخالفت دین مخالفین را پیرو شدند. مردم سوی دینی که آخوندهای رژیم به مردم می‌خوراندند نرفتند. مخالفینی که خود رژیم باز به علت نشناختن انسان یا مردم و یا ملت و به علت استفاده از زور برای خود ساخته بود، انبارش کرده و امکان انفجارش را نمی‌پنداشت و نمی‌خواست به تصورت از تکرار تاریخ خبری نداشت. با خاموش کردن همه از درون روانها اطلاعی نداشت و نمیخواست بداند. با نادانی از انسانشناسی و دانستن توان خیش در تصور و خودبینی گیر کرده بود. خلاصه شاه به علت بیدانشی و خودبینی از یک سو و استفاده از زور مطلق رژیم خود را سرنگون کرد. نمیتوانست بیندیشد که بدون ملت نمیتواند شاه باشد. اطرافیانش در این سرانجام سهم بزرگی داشتند. انکارها و ادعاهای امروز برخی از آنان موجب سلب مسئولیتشان نمی شود. خب انقلاب شد. یک ستون از اعتماد سیستم حکمرانی امور را به دست خود گرفت. ارتشی که افرادش تنها بل قربان می گفتند و شاه را شاد می کردند، به بالا سر جدید هم بل قربان گفتند. به جز اطاعت در مغزشان چیزی نبود. اگر نکردند سر به نیست شدند. ملا بر مسند قدرت نشست، با سند قرآن و حدیث همه وعده های خود را خونسا و همان اشتباه های شاه و پیشیان را در نادیده گرفتن ملت و شناختن انسان ایرانی تکرار کرد. رژیم و دستونش که نظامیان و ملایان هستند و با برتن کردن لباس یک شکل مشخص می شوند، طی قرنها در بیشعوری مردم احترام همراه با ترس کاشتند. با اینکه در میان مردم بوده و می سیستند، پس از انقلاب با تعطیل مطبوعات و بستن دهانها و محو نمودن آزادی، اهمیت ندادن به مردم و تشخیص نیازها و تغییرها و علت مخالفتشان ثابت کردند. وقتی بر سر کار آمدند، از دیگر مدعیان و وعده دهنده های دیگر و پیشین تفاوتی ندارند. با گذشت ده ها سال از به دست گرفتن قدرت، انسان و سیستم حکومت بر او را این رژیم شناسایی نکرده، رژیم بعدی هم نخواهد کرد. ادامه این موضوع را در گفتار آینده تقدیمتان می کنم. همیشه شاد و تندرست باشید. خب ضمن تشکر از این دوستمون در باره صحبتایی که ایشون میگن، و چون این نوارا رو دیروز ایشون ضبط میکنه یا قبلا برای من امروز صبح میفرستن ما پخش میکنیم، در تلویزیون مردم هر کسی میاد صحبتی میکنه ما بهش میگیم که ببین، دوستان بیننده هم حق دارن نظراتشون رو بگن، پس شما صرفا به این دلیل که این آدیو هست یا صدا هست پخش میشه خودتون رو سانسور نکنید، میتونید نظراتتون رو درباره گفتهای ایشون بگید. درباره شاه و اینکه مردم رو دست کم گرفت، سواد کمی داشت، اشتباه کرد و اینها، یه فیلمی هست، این فیلم رو از امروز تا جمعه نشون میدم، ضمناً برنامه بابک هروی هم از روز دوشنبه تا جمعه باز روی MTV هست نشون میدیم. لطف کرد لینکش رو روی فیسبوک گذاشت، حتما ببینید و ببینید که اون مسئولین دربار، همین قربانگو، بله قربان، بله قربان ها، حتی اونا چجوری میگن شاه چقدر ضعیف بود وقتی که سفیر آمریکا بدون هیچ اجازه‌ای، دعوتی، ویزایی، هرچی، آمد اونجا برنامه های شاه رو ریخت و هم بعدم بهش گفت شما باید بری، البته این مرده به وکیشن اینا میگه هالیدی، میگه شما باید بری هالیدی، یعنی مرخصی، تعطیلات، و شاه هم رفت. اینایی که میگن شاه نمیخواست خون از دماغ کسی بیاد و خیلی دل رحیم بود و خیلی پیشرفته بود، آخه ببخشیدا
دوم خروستون رو باور کنیم، یا قسم حضرت عباس ساواک و شکنجه ها و کشت و کشتار روی تپه های نمیدونم اطراف کجا بوده اوین رو باور کنیم، یا اینکه شاه خیلی دلش ضعیف بود، رحیم بود، رفت. تازه همونم اگه شما درست بگید و اگه ما قبول کنیم، خود اون اشکال هست برای یک رهبر که باید به موقعش، اینجا میگن firm and fair، یعنی هم باید عادل باشه هم باید قاطع باشه. ایشون قاطع نبود، ایشون کار بلد نبود انجام بده، و حاصلش این بود که فکر میکرد از پشکل تا بمب اتم رو میدونه، ولی هر جا که رسید کم آورد. من روز دوشنبه درباره این جنبش‌های مختلف، این آدم‌های مختلف، این نشست‌های مختلف بهتون گفتم. یه نشست دیگه‌ای بوده توی لندن و اتفاقاً آقای سهراب چمنارا راجبش چی نوشته بود، و یه مشتی پیروپاتال جمع میشن، حالا یه دوتا جوونم میان داخلش، فکر میکنن یه خبری، ما بریم شادی خبری شد، که اتفاقا آقای سهراب چمنارا امروز صبح برای پتیک نوشته بود که پتیک عزیز بذار اینا هم هرچی دلشون میخواد بگن، حالا شما خدا رو چه دیدی شادی خبری بشه. درست این اون عرق خورایی که عرق میخوردن بعد دست نماز میگرفتن نماز میخوندن که حالا شاید یه خدایی هم باشه، بهشت و جهنمی هم باشه. ما یه دوستی داشتیم و داریم به نام آقای فرزاد عزیزی، که ایشون چند مدتی در تلویزیون مردم برنامه داشتن، اگر اسمشون رو توی گوگل یا یوتیوب تایپ کنید میاد. امروز دیدم یک به اصطلاح فلایر یا یه پوستر یا یه عکسی رو گذاشتن، از یه جنبش جدیدی صحبت میکنن و دعوت کردن به مردم، از مردم، و دیدم که آقای روح الله زم گویا اینجا میگن مؤسس یا فاوندر یا اون کسی که راش انداخته، و من واقعا میپرسم یعنی مردم همینجوری نشستن که هر کسی میاد خب حالا ببینیم این چه جنبشی باز میکنه، بریم تو جنبش این آقای عزیزی؟ نکنید اینا رو پخش نکنید. شما هم نمیخوام بگم شریک جرم، اونا جرمی مرتکب نشدن که شما شریکشون باشین، که شاید هم جرمی مرتکب شده باشن، ولی شریک حماقت اینا نشین. یا شاید اینا پولی که میگیرن اون وقت شما شریک مزدوری اینا نشین. من این عکس رو بهتون نشون میدم ببینید واقعا کجا به کجاست. بله اوکی آقای سه و 27 دقیقه میشه 12:30. دوستان روی فیسبوک خیلی راجع به ترامپ نوشتن. یه نفر خیلی جالب نوشته بود، خانم گلنار نوشته بود که حتما به زودی این ترامپ و دستن در کارهای ادمینستریشنش بچه فروشی میکنن یا اعضای بدن اینها. چین این کار کرده؟ شما فکر میکنید اگر به ترامپ بگن این بچه پسره یکم عقب افتاده است، بهش بگن که مثلا اگر یکی از این بچه ها رو فلان قسمتش رو ورداری این خوب میشه، فکر میکنید نمیکنه همچین کاری رو؟ از خودتون سوال کنید. یعنی ترامپ یه همچین آدمی نیست، یه پتانسیال یه همچین ظرفیتی نداره که این کارا رو انجام بده. کسی که تمام دوستاشو یکی یکی میندازه زیر اتوبوس و زیر ماشین فقط برای خودش بیاد بالا، یعنی به قول ما ایرانیا میگه وقتی داره غرق میشه دست رو سر همه میذاره اونا رو میکنه پایین خودش میاد بالا، فکر میکنید نیست اینجوری؟ از آقای فرزاد عزیزی هم خواهش میکنم یه روزی بیاد درباره این موضوع صحبت کنه. ولی بذارید من اینو بهتون نشون بدم ببینم میتونم پیداش کنم این عکس رو. متاسفانه انقدر عکس هست که من نمیدونم کدومش مربوط به این. بعض وقتا یه شماره میدم و سیستم ما شماره رو قبول میکنه و خیلی عجیبه. اگر یه شماره دادی این اگه داره باید یه شماره جدید بهش بده، یا من حواسم نیست یا سیستم ما هم مثل خود ما گیج شده. بذارید اینو بله پیداش کردم فکر کنم. آها، جریان سوم یا به رسمیت شناختن. حالا وقتی شما میگین جریان سوم، باید برای جریان اول و دوم و اینها توضیح داشته باشید. جریان اول چی بوده، چی شده؟ برای یک کسایی مثل من که نه سیاسی هستن نه واردن، ببینید آقای فرزاد عزیزی چی گذاشته روی فیسبوکش.
جریان سوم با به رسمیت شناختن تنوع زبانی و فرهنگی و اتنیکی مردم ایران، درک ضرورت حاکمیت غیر متمرکز، توزیع متوازن قدرت بر مناطق مختلف کشور و تساوی حقوق شهروندی برای همه ایرانیان مبارزه میکنند. این جریان هم در برابر شخص پرستی میایستد و هم برای حفظ تمامیت ارضی ایران و توسعه همگون راهکار ارائه میدهد. دعوت آمد نیوز از نیروهای سیاسی برای همراهی با جریان سوم که به نام هشتگ ما مردم، این هشتگ دیگه از بس زیاد شده من بهش خشتکم میگم، شما واقعا الان منتظرید که برید اونجا. آقای عزیزی، من الان نمیتونم با شما تماس بگیرم، اجازه بدید میخوایم بریم کالیفرنیا با آقای بابک هروی، ولی اگه خواستید روز جمعه چند دقیقه با شما هستیم که شما توضیح بدید و اینقدر از این جنبش‌های مختلف، از این چی بهش میگم، حزبای مختلف، از این حرکت‌های مختلف، آقای کامران قادری دیوانه، آریاش بنم گشتاست بند، آقای فلانی، آقای ایکس، آقای فولاد بند، آقای حخا، تو رو خدا نکنید این کارو با خودتون از بین نبرید. من اگر امروز بعد از 20 سال هنوز اینجا وایسادم برای که به هیچ کدوم از اینا آویزون نشدم، یکی یکی فهمیدم اینا هیچی بارشون نیست و ازشون فاصله گرفت. بریم کالیفرنیای زیبا که هفته پیش مثل جهنم بود، گرم، گفتم داره تمرینی میشه برای این دوستان کالیفرنیایی که آماده جهنم بشن. امیدوارم بابک هروی هنوز بر به اصطلاح اسکایپش همون باشه. بله همون هست. بابک جان میخوای فقط با صدا بریم یا صدا و تصویر؟ تصویر اشکالی نداره، ما خیلی همون ترسناکی چشکال داره. نه آقا ویدیوت بس نیست، باید ویدیوت انتخاب کنی. ویدیو ما انتخاب کرده بودم. آها بودم، حالا درست شد. به 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 به. خب بذارید من این تصویر شما رو بدم به سیستممون اینجا و ممنونم از اینکه اون ویدیو رو هم ساختی هم برای دوستان توضیح دادی، ما اون روز تا حالا پخش کردیم. بیشتر ممنونم که شما روی فیسبوک هم گذاشتیم. دوستان عزیز، بابک هروی رو گفتم من چند سال پیش اتفاقا در رابطه با همین صحبت‌های شاپور بختیار و دیگران و کمک نکردن به اونایی که پناهنده بودن در کشورها، که ایشون خودش شاهد بوده که چه افراد فداکاری خانواده هاشون از دست دادن، به اصطلاح زندگیشون حتی میشه بگیم فنا شده و اینها، یه سریشون به فکر تریاک و خوشگذرونی و یه سریشون هم به فکر این که این پولا رو که گرفتن برن کلینیک باز کنن. من دیگه با اطمینان میگم، مثلا دکتر منوچهر رزمارا میگن پولی رو که گرفته از عراق که خودش توضیح داد توی سمسونت بوده، میگن آورده فرانسه چون اونجا درس خونده کلینیک باز کرده و اینها. اگر اینجور نیست آقای رزمارا تشریف بیارید به مردم بگین. بابک جون من میکروفون رو در اختیار تو میذارم، یه مقداری درباره این موضوعات و این چند روز گذشته، مخصوصا پریروز چون 18 تیر بوده، 18 تیر دانشجوها شروع کردن، 18 تیر مسئله اون حالا یا کودتا بوده یا قیام بوده هرچی، اونا رو برای مردم بیشتر توضیح بده. و بازم ممنونم که تو این فاصله کم دعوت من رو قبول کردی. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستیم. خواهش میکنم. با درود و سلام، با سلام و درود به شما و تمامی بینندگان عزیز مردم تیوی، ممنونم ازتون که بازم این فرصت و محبت کردید. عرض به خدمت شما، در اون ویدیو هم گفتم باز 18 تیر و این 18 تیر در مورد قیام شاهرخی دارم عرض میکنم. آقای سوری به جرأت میتونم بگم اولین قیام ایرانی بوده بر ضد یک حکومت اسلامی بعد از قیام سربدارا، و این از گمنامترین و محجورترین قیام ها در ایران هست و با توجه به جبر تاریخی و به قول معروف نحوه برخورد ملت خودمون، این گونه که من احساس میکنم شاید واقعا ملت 400 سال دیگه بفهمن که در 18 تیر ماه سال 1359 چه اتفاق بود. هر صورت داستان از این قضیه از این قرار بود که
همونطور که گفتم در ویدیوم توضیح دادم، خیانت یک نفر کار گروهی رو برباد داد و سرنوشت ملتی رو بربادتر. به این گونه که اگر آقای بختیار واقعا اون حرکت رو نکرده بود و این اسامی از طریق دولت عراق درز نمی کرد، این بیان پیروز شده بود، ایران امروز ما به آن گونه که امروز می بینیم نبود. ایشان آقای بختیار در اون قضیه که خب پول بسیار خوبی گرفتن و بعد از اونم از عراق هم با سلام و صلوات دوباره برگشتن به فرانسه، و دردناکترین بخش این که موقعی که تلویزیون فرانسه بعد از بیام با ایشون مصاحبه کرد و از ایشون پرسید که آیا شما در جریان این کودتا بودید، آیا شما با این کسانی که قیام کردن در ارتباط بودید، به راحتی برگشت گفت نه، من هیچ گونه ارتباطی با این قیام نداشتم، هیچ گونه ارتباطی با کودتا نداشتم و هیچ گونه اطلاعی هست. ببینید ننگ ماست، من کار ندارم، آدم پولکی بود، نیازش بالا بود، بعد رفت به عربستان از اونا پول گرفت، بعد رفت با روزنامه کویتی مصاحبه کرد، جزایر ایران رو در اون سال به کویتی ها قولش رو داد و در روزنامه نوشتن، با اون کار ندارم. ولی ببینید آدم از یه جایی دیگه واقعا از یه حدی که بگذره پایین تر بره دیگه انسان نیست، آدم نیست، نمیدونم هر چی اسمشو میذارید، ولی این آدم حتی اومد منکر وجود هر گونه رابطه‌ای با این کسانی شد که قیام کرده بود. بله آقای دکتر رزمارا دکترش که البته بخوره تو سرش، ببخشید من رو رزمارا رو من جدیدن میگم روزماری، این حضرت والا از رادیو تلویزیون با صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم مصاحبه کرده، یعنی من نمیدونم عمق این چاه فاضلاب کجا قرار خرج شد. اجازه بدید من براتون بگم، میدونید که رزمارا برادرش حتی برای آقای خمینی قبله نما فرستاده و از قدیم ارتباط خانواده رزمارا و این آخوندا یه چیزی بوده که اینا نمیتونن حتی انکارش کنن، فقط بعضی وقتا میخواد توی مصاحبه ها کمرنگش کنه. دوستان مصاحبه خود من رو با همین آقای منوچهر، دکتر منوچهر رزمارا ببینید و ببینید که چجوری در میره وقتی میخوای ازش سوال کنی، اونجایی که به بنبست میرسه در میره، و به همین خاطر وقتی که دیگه من بهش میگفتم بیا دیگه نمیمد مصاحبه، هر روز به یه دلیلی مریضم، حالم خوب نیست، ولی میدیدیم با این افرادی که سوالای ازش میکنن کلیشه‌ای و تکراری هر روز مصاحبه میکرد. تازگی ازش خبری ندارم، هنوز زنده است دکتر روزماری؟ متاسفانه هنوز زنده است. این همه جوانای خوب و گل و نازنین ما پرپر میشن ولی این کفتار هنوز زنده است، داره به زندگی نکبتبار خودش ادامه میده. یه نکته جالبتر خدمتون هستم آقای صوفی، و اون این که اگر خاطرتون باشه یه زمانی در همین تلویزیون مردم توی برنامه ها ما شروع کردیم بخش های بیشتری از مسائل بختیار رو همین نوچهش دکتر رزمارا یا روزماری رو عنوان کردن، و این که گفتیم که بابا این رزمارا با محسن رضایی هم در ایران ارتباط داره. آقای هروی بیان یک کمی منصف باشیم، فقط رزمارا نیست، افراد دیگه هم هستن، اون چند تا وزیری که 37 روز وزیر بودن همه اینها به اتفاق رزمارا توی اون قصرهای دولت عراق بودن، که رزمارا میگه وقتی ما رفتیم صبحونه خوردیم برگشتیم آمدیم دیدیم که یک کیف اونجا هست، باز که کردیم دیدیم پر پول نوه، فکر کردیم کیف، دیدید وقتی میخرین کاغذ میذارن توش که، یا کفش کاغذ میذارن که فرمش خراب نشه، بعد میگه وقتی اومدیم پرسیدیم گفتن نه این کاغذ قلابی اینا نیست، پول هست. و تازه بعد البته این میگه ما هممون برگردوندیم کیفا رو دادیم به
بختیار و بختیار چه کیف بزرگی داشت. همینجا من بهتون میگم دوستان، این آقای فرهاد پارسی که هنوزم ناشناخته هست، این به من میگفت که یک فامیلی هست، فامیلی داره با یا داییش بختیار یا هرچی، و این میگفت من مسئول پخش کردن پولها بودم. که بهش گفتم خب اگه شما پولی پخش کردی به کسی، بیا با این آقای بابک هروی صحبت کن، و هیچ وقت نیومد. و اونم کسیه که بهتون گفتم حتی گم شدن شایان کاویانی و اینها رو یه مقدارش میگن ممکنه تقصیر این بوده، کسی بود که پول میداد، حتی به من میگفت که مثلا بلندش بیا اینجا برات هواپیمای فرست کلاس میگیرم، لامبورگینی. گفتم آقا من جیانم بلد نیستم رانندگی کنم، حالا دیگه چه رسد به لامبورگینی. در صورت گفتم اسمی از اون وزرای دیگر بیاری، یک آقای سیروس کی هست هنوزم زنده است، تو فرانسه هم هست، این داریوش هم به من میگه باهاش مصاحبه کن. میگم آقا اینا جرأت مصاحبه با من ندارن، چون میدونم من میگم همه اون چیزایی که گفتی با رادیو تلویزیون های دیگه ما شنیدیم، من میخوام چیزایی که به اصطلاح تاریک هست از صفحه تاریخ روشن کنیم. ببخشید حرفتو غلط کردم، بفرمایید. خواهش میکنم. حالا همین رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که موقعی که ما یه ذره به قول معروف حرارت زیر ما تحت اینا زیاد کردیم، بدین گونه شو که خاطرتون باشه، رژیم برداشت یک، حالا نه بذار یه دفعه معدب باشم، یک موجودی رو به نام آپتین فرستاد که اصلا اسم واقعیش هم معلوم نبود. این از همون دوست فرهاد لور یا فرهاد پارسی است و اینها در یک دونه گروه با هم دیگه فعالیت میکنن قربان، و این رو فرستاد که به هر قیمت صدای من رو ببندی، که البته به لطف شما و محبتی که داشتین اون بود که مردم تیوی رو ترک کرد و کلن صحنه هر گونه فعالیت رو ترک. ولی این رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که من همون جلسه هم که در اینجا برنامه‌ای داشتیم، عکس این موجود با اون کلاهش رو مثل سگ وفادار زیر پای محسن رضایی نشسته بود و گذاشتن و همه دیدن. یعنی دار و دسته محسن رضایی در روز نیاز آمد در حمایت از دکتر رزمارا و تفکر بختیار قد برافراشت. در کجا؟ در آمریکا. آقا بابک از ایران به شما میگن که آفرین به بابک عزیز، با این گفتار دمت گرم. از کالیفرنیا همشهری من مجید خوشنودی میگه اسم اون آقا سیروس آموزگار هست. از ارادت دارم خدمت همه این عزیزان، مخلص همه هم هستم، محبتتونه. و برگردیم سر صحبتمون، این که این جریان فعالیت ما از روز اول که این قضیه رو بردیم بیرون و باز کردیم جلوی مردم، یعنی نقش شخص شاپور بختیار در سقوط رژیم گذشته، در بروی کار آمدن شخص خمینی، در نخست وزیری مهدی بازرگان و در این خیانت آخرش، ما موقعی که اومدیم این سفره رو باز کردیم، آقای سوربی از در دیوار این جک و جونه ورا شروع کردن بریختن. این بود مسئله و این بزرگترین مطلبی بود که واقعا به خود من شخصا، به خود من ثابت کرد که حرفی که زدم درست بوده. من یادم حتی شما تهدیدت کردن، یک عکسش گذاشته بودی بله حالا یادم اومد. ببرم من آقای سوربی قربونتون برم، منو از مزاحمین خلق تهدید کردن به قتل. حزب لیبرال مشروطه دموکرات اون پوری فش بشو فعاد پاشایی منو تهدید کرده به قتل. یعنی یه لیست بلند بالایه، منتها مثل اون مسمومه علی نژاد نیستم من که اگر حالا یه بسیجی از تهران با همکاری رژیم اینجا یه تهدیدی دو ویدیو که بودم برم سفارت رو از اون شرنده بازی ها در بیارم. نه برو، تهدید به مرگ اصل رو خودتونم بهتر میدونیم، کاری که ما میکنیم به پلیس فدرال گزارش میدیم. این امکان رو نه شما داریم نه من که باشیم این سفارت خونه و به قول همه شکایت تسلیم کنیم. ولی که به صورت مسئله اینجاست، مسئله اساسی ما امروز اینجاست که اگر نقش بختیار در قیام شاهرخی هر نقش دیگری بود به جز این نقش مخربش و به جز این که واقعا باد قدرت توی دماغش بدمد و فکر کنه که واقعا میتونه بیاد خوزستان رو برای خودش جمهوری اعلام کنه،
اگر غیر از این بود امروز من و شما اینجا نبود. بله من نمیدونم، میدونید که بختیار میگن فامیل فرح پهلوی هم هست یا فرح دیبا، نمیدونم این ماجرای خوزستان و اون ماجرایی که عربا به رضا پهلوی گفته بودن برین کیش و اینا، اینا همش همزمان بوده یا تاریخاش فرق میکنه؟ چون یادم شما مدت ها رفته بودید مطالعه کرده بودید و تحقیق دنبال این تاریخ ها افراد، و ای کاش اون ویدیو ها رو برای من به ترتیب بفرستی تا من مهمون من چند هفته اینا رو نشون بدم به همون ترتیب، چون واقعا جالب بود. الان که شما میگی آدم متوجه میشه که وقتی یه نفر میاد یه جا حرف میزنه یه دفعه چجوری مثلا یکی دیگه میاد میخواد صدای اینو قطع کنه. ببخشید اینجا رسمه، مثلا یک کس که یه جای تظاهرات چیز داره اون ورتر میارن، کامیون میارن، موتورسیکلت میارن، صداش زیاد میکنن که صدای این کم بشه. همون آدمی که شما عکسش نشون دادی با رضایی بوده، همون آدمی که بعد سیبیلش رو رنگ کرد، موهاش رو رنگ کرد، هی تغییر قیافه داد، ولی شما ولکنش نشدی تا دومش رو گذاشت وسط پاش رو در رفت. الان اسمش هم یادم رفت، شما اسمش رو گفتی، کی بود؟ جانوری به نام آبتین. آبتین، بله بله، بهرام آبتین. اینم یه تبلیغ مجانی برای اون اینا یه دفعه همون موقع به اصطلاح مثل قارچ اومدن بیرون، و اون کسی که شما رو توی کالیفرنیا تهدید کرده بود. در صورت ممنونم از اینکه توضیح دادید، بازم اگه لطف کنی اون ویدیوها رو لینکش رو زیر این برنامه ها بذاری که این دوستانی که ندیدن نبودن با ما روی فیسبوک، اون موقع اصلا فیسبوک من استفاده نمی‌کرد، بتونن استفاده کنن. همچنین برای من لینکش رو بفرستید، چون یادم نیست یه سریشو مردم تیوی گذاشت روی یوتیوب، یه سریشو ما ویدیوشو برای شما میفرستادیم، شما اون موقع امکاناتتون کمتر بود، مجبور بودی حجمشو کم کنی. اینا رو اگه داشته باشیم ردیف کنیم و یه مجموعه قشنگی رو دوباره برای دوستان به عنوان هدیه امسال به مناسبت 18 تیر تقدیم کنید. بازم از این ممنونم اگه صحبتی داری. من دو دقیقه فقط یه سوء استفاده هم بکنم. نه سوء استفاده نیست، حتما من ساکت میشم. شما بفرمایید. صحبت 18 تیر که شد، 18 تیر امسال چه اتفاق افتاد؟ دیروز سه روز پیش یکی از این دختران خیابان انقلاب آمد و یه ویدیو گذاشت روی فیسبوک، گریه و زاری، آهنگ سوز و گداز سیاوش قمشی در زمینش که من به 20 سال زندان محکوم شدم. ما دلمون گرفت، سیاه کبود شدیم، منتها صبر کرد. دقیقا 10-12 ساعت بعدش یه ویدیوی دیگه از این خانم در اومد که من الان در خارجم. اینن دارم خدمت و یه چیزی حدود چند ساعت بعدش خبر رسید که این خانم یک ماه گذشته از ایران خارج شده. اول خارج شده بعدن گریه میکنه که گرفت. بعد مجری این ترکیه خانم مسمومه علی نژاد یا همون مسمومه قومی خودمان که این طرح رو فقط برای این به راه انداخت که جلوی دو مطلب رو امسال بگیره. یکی مطلب بیابی در خوزستان بود، مطلب دیگه 18 تیر امسال. اینه بازی رژیم هاشمی. برصد ممنونم که من اجازه دادین در خدمتتون باشم. سپاسگزارم از همه عزیزان که وقتشون رو بر سر من تلف کردن. دوستتون دارم یک دنیا. خیلی ممنون دوستان عزیز. در طی برنامه نشون دادم وبسایت، ببخشید، فیسبوک بابک هروی خیلی ساده هم با فارسی نوشته، مرسی ممنونم، فامیلش رو اسمش رو بابک هروی، هم به انگلیسی نوشته برای اونایی که ممکنه به اصطلاح کیبورد فارسی داشته باشن پیدا کنید، باهاش تماس بگیرید، در تماس باشید. منم منتظر ویدیوهای خوبش هستم تا یک بار دیگه اونا رو دست تلویزیون مردم نشون بدیم. خیلی ممنون که با ما بودین آقای. قربان شما. مرسی. خب دوستان عزیز، این هم دوست قدیمیمون آقای بابک هروی. خب جمعه اگه وقت داشته، یعنی اگه آقای فرزاد عزیزی باشن و مایل باشن، در رابطه با این جنبشایی که میاد صحبت میکنیم.
یه دوستی خانم جیلانی نوشته، آن هم در کانادا. من متوجه نمیشم منظورشون چیه. منظورشون در رابطه با صحبتایی که بابک هروی درباره اون خانم کرد یه مقداری توضیح بیشتر بده، چون ما که اینجا نشستیم اینجا رو نگاه میکنیم، اینجا رو نگاه میکنیم، اینجا رو نگاه میکنیم، فکرمون 10 جا هست و متوجه نیستیم که شما تو، یعنی اصلا غیر ممکنه که من بتونم مغز شما رو بخونم ببینم شما داری راجع به چی صحبت میکنی. آقای فرهاد زمانیان میگه همانطور که ایرانیان نادان ترامپ را به جنگ و تحریم تشویق میکنن، صدام را همین دار و دسته بختیار تشویق به حمله به ایران کرد. اینم از این. بله آهان، خانم دکتر جیلانی از پاریس میگن بله یعنی در ترکیه نیستن بلکه به کانادا رسیدن. آها، منظورشون اون خانمی که چیز میگن. آقای مجید خوشنودی میگه آبتین هم البته بلا نسبت مثل آقای هروی منو بلاک کرد. مجید، من فکر کردم وقتی که شما گفتی آقای هروی شما رو به اصطلاح آزاد کرد و گفت که بلاک نیستی. حالا دیگه نمیدونم بعد از اونم با هم در تماس بودید یا نه. در هر صورت ممنونم. اجازه بدید ما برگردیم این شماره تلفن اینا رو بذاریم و بریم سراغ پتیک، اونم باز از کالیفرنیا، و یک 5-6 دقیقه‌ای با پتیک باشیم درباره پتروس کبیر از روسیه صحبت میکنه، چون آقای لادن در صحبتاشون اون روز از به اصطلاح در رابطه با کتاب و آموزش و پرورش بود، درباره پتر کبیر میگن، پتروس هم میگن، خود اصلا پتیک اسمش از اون میاد. ببینیم که چی میگه. بذارید من این پیام شما در تلویزیون مردم رو روشن کنم، شما هم به همین سادگی که پتیک میتونه اینجا هر موقعی که وقت داره در شبانه روز برنامه به اصطلاح پیام بذاره، شما هم میتونید پیام بذارید، ما هم توی برنامه ها پخش میکنیم و این بهترین روشه دیگه. نه تو حرف هم دیگه میدویم، نه میپریم، نه حرف هم دیگه رو قطع میکنیم و الی آخر. پیام ها رو من به ترتیب براتون پخش میکنم. 8:33 دقیقه بعد از ظهر، نمیدونم به وقت اینجا یا به وقت اونجا. کسانی که واردن تو کار کامپیوتر، اگر گوگل وایس پیام میذاره، این وقتی هست که کامپیوتر من این پایین نوشته یا وقتی هست که اون طرف از اونجا تماس میگیره. یا میتونم از خود پتیک سوال کنم. اولین پیامش ساعت 8:33 دقیقه بوده، حالا بعد به من بگه که این 5:33 کالیفرنیا بوده یا 8:33 ما. با هم میشنویم و من قول میدم که در طی این سه پیام صحبت نکنم، چون خیلی از شماها گله کردین که چرا وقتی ایشون صحبت میکنه بعدن من صحبت میکنم. سکوت. کاکو جون سلام. پدیکم آقای لادن در برنامه مفید دیروز خود اشاره به پتر کبیر داشت. این باعث شد تا 370% از نوشته محمد رضا دبیری که کتاب پتر کبیر را به فارسی ترجمه کردن خوانده و وصیت‌نامه ایشون را برای شما بخوانم. حدوداً 6 دقیقه خواهد بود که در دو پیام جای می‌گیرد. نخست آنکه دولت روسیه باید همیشه وسایل جنگ را آماده داشته باشد و این وسیله شرط کارهای این کشور خواهد بود. دوم آنکه تا می‌توانند هنگام جنگ باید افسران برزیده از کشورهای دیگر اروپا به کار بگیرند و از آن بهره‌مند شوند، و هنگام صلح نیز باید از وجود دانشمندان و هنرمندان بهره بگیرند. دوم آنکه هنگام جنگ در میان کشورهای اروپا و کشورهای دیگر، چنان که موقع مناسب باشد، باید با یکی از دو طرف همدست شد، مخصوصا در جنگهایی که با آلمان در میان، زیرا این کشور پیوسته بر علیه کشور ماست. چهارم آنکه باید در لهستان وسایل جنگی آماده کرد و اشراف و بزرگان آن سرزمین را رشوه داد و در عقایدشان رخنه کرد و از موسکو به هر گونه که ممکن باشد باید لشکریان به لهستان فرستاد، و اگر دولت‌های دیگر در کار لهستان فسادی بکنند باید از خاک لهستان سهمی به آنها داد و کم کم باید با آن شریک هموارد دشمنی شد و آن فساد از لهستان را که به او داده‌اند پس گرفت و همه آن سرزمین را به دست آورد. پنجم آنکه تا جایی که ممکن است باید از کشور سوئد را هم گرفت، اما باید کاری کرد که پادشاه این کشور
کشور بر ما بتازد تا آنکه برای گرفتن آنجا بهانه‌ای به دست آورد. برای این مقصود باید دانمارک را از سوئد جدا کرد یا آنکه در میان حکمرانان این دو کشور باید دشمنی فراهم ساخت. ششم آنکه پادشاه زادگان روسیه باید همواره دختران حکمرانان و پادشاهان و بزرگان آلمانی را که از خاندان محترم باشند بگیرند، زیرا که در این کار سودهای فراوان است. هفتم آنکه باید با پادشاهان انگلستان اتحاد و اتفاق داشت و با ایشان در بازرگانی قرارهایی گذاشت، زیرا که ایشان برای ساختن کشتی‌های خود از ما چوب خواهند خرید و سود بسیار از این را خواهیم بود. و چون با انگلستان رابطه داشتیم در ساختن کشتی‌های جنگی با ما یاری خواهند کرد. هشتم آنکه از سوی شمال تا دریای بالتیک باید تصرف کرد و از سوی جنوب باید کشور را تا دریای سیاه گسترد. نهم آنکه دولت روسیه را وقتی میتوان دولت واقعی گفت که پای تخت خود را به استانبول که کلید گنج‌های آسیا و اروپا هست بگذارد. پس تا میتوان باید کوشید که به شهر استانبول و اطراف آن دست بیندازیم و کسی که استانبول و اطراف آن را در دست داشته باشد خداوند همه جهان خواهد. پس برای رسیدن به این مقصود باید در میان ایران و دولت عثمانی نفاق افکند تا همیشه در میانشان جنگ باشد. اگرچه اختلاف مذهب و عقیده که مردم شیعه با مردم سنی دارند از هر لشکر و سلاحی بیشتر کارگر است، برای تامین مقصود ما و تسلط روسیه بر آنها بهترین وسیله است. با این همه بر همه شما واجب است به همواره به هر وسیله که میتوانید دوگانگی را در میانشان سخت‌تر کنید و نگذارید با هم هماهنگ شوند. چیزی که پیش از همه مرا دلخوش میکند دو چیز است: یکی اختلاف عقیده در میان شیعه و سنی و استیلای روحانیان بر ملل مسلمان، و اینکه ایشان نمیگذارند که مسلمانان بر ملل اروپا درآمیزند تا چشمشان باز شود و در کار خود چاره‌جویی کنند. و همین بس خواهد بود که به زودی نام آنها از آسیا برافتد و تمدن و فرهنگ عیسوی به دست پادشاهان دولت جوان روسیه سیلوار آن کشور را فرا گیرد. چنان که برتری و استیلای روحانیان ما بود که در این مدت روسیه را در پسترین مرحله نگاه داشت و مانع از پیشرفت و برتری آن شد، تا من به هزاران رنج و دشواری این خار را از پیش پای ملت خود برداشتم و دست آنها را از کارهای دولت کوتاه کردم تا به عبادت اکتفا کنم. دیگر آنکه باید چاره‌جویی‌های فراوان کرد که کشور ایران روز به روز تهی‌دست‌تر شود و بازرگانی آن تنزل کند. روی هم رفته باید همیشه در پی آن بود که ایرانی رو به ویرانی رود، و چنان باید آن را در حال احتضار نگاه داشت که دولت روسیه هرگاه بخواهد بتواند بی‌دردسر آنها را از پا درآورد و به اندک فشاری کار خود را به پایان برساند. اما مصلحت نیست که پیش از مرگ حتمی دولت عثمانی این را یک بار بیجان کرد. کشور گرجستان و سرزمین قفقاز رگ حساس ایران است. همین که نوک نیشتر استیلای روسیه با آن رگ برسد، فوراً خون ضعف از دل ایران بیرون خواهد رفت و چنان ناتوان خواهد شد که هیچ پزشک حاذقی نتواند آن را بهبود بخشد. آنگاه دولت عثمانی چون شطوری رام و مهار کرده در دست پادشاهان روسیه خواهد بود و نفس آخر را برخواهد کشید تا در هنگام لزوم بارکشی کند، و پس از آن اگر دیگر کاری ساخته نشد باید سرش را از تنش جدا کند. بر شما لازم است که بیدرنگ کشور گرجستان و سرزمین قفقاز را بگیرید و پادشاهان ایران را دست نشانده و فرمانبردار خود کنید. پس از آن باید آهنگ هندوستان کرد، زیرا که کشوری بسیار بزرگ و بهترین بازار تجارت است و هرگاه به آنجا دست یافتید، هر قدر پول که به وسیله انگلستان به دست می‌آید میتوان مستقیما از هندوستان فراهم کرد. کلید هندوستان هم سرزمین ترکستان است. تا میتوانید باید به سوی بیابانهای قرقیزستان و خیوه و بخارا پیش روید تا به مقصود نزدیکتر شوید. اما تأمل و تأنی را نباید از دست داد و باید از شتابکاری خودداری کرد. باید با دولت اتریش دوستی ظاهری داشت،
اما باید چنان چاره‌جویی کرد که آلمان و اتریش رفته رفته در جنگ چنگ ما بیفتند. باید با اتریش همدست شد و دولت عثمانی را از اروپا بیرون کرد، اما نه چنانکه اتریش بهره مند شود. و این دو راه دارد: نخست آن که باید اتریش را جای دیگر سرگرم کرد، دیگر آن که باید از خاک عثمانی آن نواحی را اتریش داد که پس از چندی بتوانید آن را هم بگیرید. دهم آن که باید با کشوری در صلح بود تا هنگام جنگ بتوانید از آن یاری بخواهید. یازدهم آن که پس از گرفتن سوئد و کشور عثمانی و ایران و لهستان باید با اتریش و فرانسه اتحاد کرد، و اگر هر یک از این دو دولت دوستی و اتحاد ما را پذیرفت، میتوان کشورهای دیگر را از پا درآورد و پس از آن باید بر اتریش هم مسلط شد. دوازدهم آن که اگر این دو دولت با هم اختلاف پیدا نکنند، باید چاره جست که در میانشان دوگانگی بیفتد و بدین گونه رفته رفته یکی از پا در خواهد آمد و آنگاه میتوان در آن دست یافت و بیمانه بر همه حکومت اروپا حکمرانی کرد و بدین وسیله میتوان هم این نواحی را دست نشانده خود کرد. ضمناً قابل یادآوری است که پتر کبیر در سال 1672 متولد شده، در سال 1725 سن 53 سالگی فوت کرده. قدش 2 متر بوده، از 10 سالگی تزار روسیه بود. موفق باشید، خدا نگهدار. خب دوستان، ایشون 3 تا پیام گذاشته، ولی دیدید سر 3 دقیقه که قطع میشه، برای که کسی نگه سانسور شد نفهمیدن، برمیگرده جمله رو که نصف کار مونده نیمه کار مونده از اول میخونه. یه جمله ایش راجع به استانبول بود که روسیه باید بره و بگیره. پس اونایی که میگن آقا پیامگیر شما هم که نمیذاره آدم حرف بزنه، میذاره. ببخشید اگه شما یاد بگیرید چجوری باهاش کار کنید. در صورت پیامگیر ما 3 دقیقه وقت داره، ولی اگه شما از قبل مثل این دوستمون که از خلیج فارس صحبت میکنه بگید من 15 دقیقه میخوام صحبت کنم، 20 دقیقه میخوام صحبت کنم، بهتون نشون میدیم اون تکنیکی که شما میتونید 1 ساعت هم برنامه ضبط کنی و برای ما بفرستی و ما اینجا پخش کنی. ممنونم از پتیک. و این روشی که پتیک داره، یادم اون موقعی که اولی که فیلم ها رو میذاشتیم رو سی دی، برای اینکه طرف نگه با رو 2 سی دی میذاشتیم، بعد برای که نگه ما که نفهمیدیم چطور شد، یه مقداری از سی دی اول رو قبل از شروع سی دی دوم دوباره پخش میکردن. این اصلا رسمه برنامه هایی که فیلم های سریال وقتی که میاد یه خلاصه ای از اون چی که گذشت رو توی اون نشون میده، هم یادآوری بشه هم شما بفهمید که چیزی از بین نرفته، سانسور نشده. سعی میکنم پیامای پتیک رو اگه زودتر به دست من برسه اینا رو ضبط کنم، به صورت یک پیام پخش کنم. ولی ما هی قول میدیم، البته خیلی شما رو قول ما حساب نکن. ممنونم از مجید، میگه که ساعت پیام زیر وایس ها روی صفحه هر طرف به ساعت خودشون نمایش داده میشه. عمو خیلی ممنون، اولا منو عمو خطاب میکنه، متشکرم. دومنده یاد بگیریم وقتی با فارسی صحبت میکنیم دنبال یک کلمه‌ای بگردیم که مجبور نشیم انگلیسی بنویسیم وایس، که الان اینجا شده وایس، بذاریم پیام پیغام اینجوری. ممنونم، مرسی که هستی. و یه دوستی گفت که بازی فوتبال ما باید اول فوتبال رو نگاه کنیم. گفتم هیچ عیبی نداره، برنامه من مثل کتلته، اگه یه شبم بمونه بعدن خوشمزه تر میشه. فقط یادتون باشه که نون رو گرم کنید، برشته کنید، کتلت رو دیگه گرم نکنید. کتلت یه خوراکی بود که میبردن برای باغ و اینا، چون سرخ شده بود خرابم نمیشد، لازم به احتیاج به یخچال و اینام نبود تا فکر کنم چندین ساعت. ممنونم از همه شما، ولی امروز میخوام یه چند دقیقه فوق‌العاده برم. من از این دوستمون حسن آقا، همشهری عزیز، که چند تا تلفن دستی داره، چند تا ایمیل داره، چند تا فیسبوک داره، میخوام خواهش کنم به هر کی که دوست میدونم، مامانشو خیلی دوست داره، ولی نمیخوام قسم جون مادرت رو بدم،
آخه زشته برای من و شما تو این سن و سال به همدیگه بگیم جون مادرت قسم، اینقدر از تلویزیون مردم، فیسبوک، پیام، تکست من به عنوان سطل آشغال استفاده نکن عزیز من. اگه میخوای یه ویدیوی رو بفرستی، بارها گفتم این ویدیو رو اگه تماشا کردی یا تایتلش رو برای من بفرست، یا به من بگو سوربی من این ویدیو رو نگاه کردم، مثلا ویدیوی 2 ساعتی میفرستی شما، چه انتظاری داری؟ نه تایتلی نه چیزی، من بیام بشینم 2 ساعت نگاه کنم بعدم بگم خب حالا این فرستاده برای من برای چی؟ بابا منظورتون رو بیان کنید و بتونید منتقل کنید به دیگران. خیلی ساده بگو سوربی من این ویدیو رو تماشا کردم، دقیقه 17 تا 19 رو نگاه کن ببین این ملا چی میگه. آخه این چیه؟ یه لینک یا زرتی میزنیم فیسبوک، آمریکایی‌ها شوخی میکنن میگه برای که هی دوستان برای همدیگه آشغال میفرسن یه دکمه گذاشته، شما از امروز حق انتخاب دارید به دوستایی که میخواین اذیتشون کنید بگید آقا هر آشغالی برای من اومد مستقیم برای این بفرست، اصلا دیگه وقت منم تلف نکن. نکن آقای حسن خزائی عزیز، همشهری، هنوز نمیدونم فلوریدا هستی کالیفرنیا هستی، شما هم قولات مثل قول من قرار بود بیای اینجا، از زمانی که اوباما تو وایت هاوس بوده شما قرار بوده بیای، انقدر نیومدی که نگران بودن که وایت هاوس میشه خانه سیاه چون اوباما توش بود، حالا شده خانه یک نجات پرست دیوانه شالاتن. امیدواریم که یه اتفاقی بیفته، دادگاهی بشه، ایمپیچش کنن. اینا هم که فس فس اینجا هر روز هم صحبت میکنن آقا حالا اگه ایمپیچ بشه بعدن معاونش از این بدتره و حقیقتا نمیدونیم چه باید کرد. و اما بریم سراغ این دوستمون ایشکن ایر ایمیل، نمیدونم آقای فرزین از آلمان برای من به آلمانی نوشته، میدونه که من آلمانی بلد بودم، فکر میکنه هنوز مغز من مغز 32 سال پیشه که بتونم آلمانی صحبت کنم یا بخونم، اونم عین برنامه زنده. نه عزیزم اینجوری نیست. در صورت این راجب پیاما، مجید میگه که وقتی برای شما پیام میفرستن به وقت شماست، زیر پیام زیر بر روی صفحه هر طرف به ساعت خودشون، اونی که پیام میذاره که دیگه چیز نیست که، اون با فیسبوک نمیگم با تلفن همین 202، مثلا من این تلفن رو بردارم به 202 زنگ بزنم، تو یه زنگ بزن مجید الان زنگ بزن به 202 695، اینجا نشون میدم بعد ببینیم که شما که زنگ میزنی بله به این شماره، یا تکست بفرست بنویس تست 202-695-2573 ببینیم اون وقت وقت کالیفرنیا رو میذاره که شما هستید یا وقت اینجا رو میذاره. اینا خیلی ساده تر بغلش میتونن بنویسن پاسیفیک تایم، ایستر تایم یا سنترال تایم. بله خانم گلنار نرگستانی میگه ایرانی ها میگن من میگم که شما بگین، آها من میگم فر شما بگید فرهزاد، ایرانی ها عادت ندارن توضیح بدن یا یاد هم نمیگیرن. اولا گلنار خانم شما مثل من سعی کن هر وقت میخوای اینجوری بگی برای که حمله نکنن بهت بگو ما ایرانی ها، یا بگو اکثر ایرانی ها. وقتی اینجوری میگی شما میشی مثل آقای کابوسی، خودتون رو جدا میکنید، بعد چون مردم فکر میکنن شما تافته جدا بافته هستی اونا هم به خودشون اجازه میدن به شما به اصطلاح توهین کنن. و تا اونجایی که من میدونم از این وریه میگن تا شما بگی فه من میدونم راجب فرهزاد صحبت میکنی، این آهنگی بود این پول مال باغچه فرهزاد و اینا، فکر کنم راجب اون بوده، از اون وری نیست. خیلی ممنون، ایشون نوشت که چشم درست میگی. از این برنامه دیگه ریل تایم دیدید که من اینجا صحبت میکنم نمیدونم این خانم کجا هست، حالا اگه رو فیسبوکش نگاه کنیم بعضی ها می نویسن ولی بعضی ها رو فیسبوک نمی نویسن، فقط می نویسن مدرسه کلاس اول کجا رفتن و الی آخر. در صورت خیلی ممنون که قبول میکنید و میدونید برای من مهم نیست شما قبول کنید یا قبول نکنید، من دارم یه چیزی رو که خود من یاد گرفتم به دیگران یاد میدم. من با این جمله 3 کلمه‌ای کارمون خیلی خرابه،
که هم فعل داره هم فاعل داره هم مفعول داره. باورتون میشه منی که همیشه میگم فارسیم خوب نی، ادبیات فارسیم خوب نی، یه جمله رو درست کردم کارمون خیلی خرابه. اولا میگم کیا کارشون خرابه، خودم هم جزو این دایره هستم، خودم رو جدا نمی کنم. بعد دنبال این هستیم که بفهمیم کجا خرابه، چه کار کنیم که درست بشه. و ویدیوهای آقای امیر حسین لادن در این رابطه هست که چه باید کرد. خیلی خوشحالم که ویدیوها رو ایشون هم روی یوتیوب قرار میدن و من هم روی فیسبوک دوباره قرار میدم. شما هم لطف کنید اینا رو شیر کنید. بله ما میدونیم فیسبوک یه پولی اگه بهش بدی پخش میکنه، ولی ما افرادی هستیم که وقتمون رو داریم میدیم، دیگه پولی هم آنچنان نداریم که هم پول بدیم و پول دادن و پیاز خوردن و شلاق خوردن و همه چی. بله خانم گلنار نگارستانی میگن از کانادا هستن، خیلی ممنون. کانادا مثل که کم کم ما باید بیایم اونجا قید سرما رو بزنیم، چون این آمریکا که خیلی اوضاعش خرابه و همه میگن آقا اگه قراره کسی دیوار بسازه کانادا باید دیوار بسازه که ما یه مدت دیگه از اینجا فرار نکنیم بریم بالا. شما نمیخواد مکزیکی ها که دیگه اینجا نمیان، وضع خودشون از لحاظ کاری و اینها خوبه. همین آقایی که میگه کسی نیاد اینجا، دیروز یا پریروز رفتن اون شرکتش که هتل داره و فلان اینها فرماش آوردن، التماس میکنه فرم پر میکنه برای امیگریشن که آقا اجازه بدید به این آمیگو بیاد آشپزی کنه، اجازه بدید به اون نمیدونم آمیگو اون یکی دیگه چی میگن به لیدیاشون چی میگن سنیوریتا بیاد کار کنه تو هتلاش. و یکی نیست به این بگه خب بی ناموس بی شرف شالاتن تو که اینجوری میگی یکی از این دخترات یکی از این پسرات بیان تو یه رستوران کار کنن، تو همین هتلت بیان اینجا کار کنن، هتلی که این رو هم از دولت کلا سر دولت گذاشته رفته لیز کرده پست آفیس اینجا رو ورداشته کرده هتل. حالا دیدید دیگه مثل اوقاف بود از این قراردادهای 99 ساله و اینها. این از این ماجرا. و اما ما یکی دو تا آگهی داریم. یادم چند مدت پیش این آقای سهراب اخوان اومده بود اینجا و آقای خدا بیامرزش دکتر قهاری درست میگم فوت میکنی میری دیگه، میگه وقتی که از چشم میری از نظرم میری، این یه برنامه گذاشته بود خانم شیرین کیه جایزه نوبل گرفته، همه اسما یادمون میره، اونم اونجا بود و اینها. بعد چند نفر آمده بودن از تلویزیون رنگارنگ برای تظاهرات و این سورا و اخوان آمد بالا میخواست حالا خب این رسمی میگن آقا چی میگی شما چهار تا و نصفه، یکی از اینا یه خانمی بود که این نصفه به اون برخورد که چرا به ما میگی چهار تا و نصفه، حالا اصلا یادم نیست که این موضوع راجع به چی بود. شیرین عبادی مرسی خیلی ممنون. بله من ممنونم که شماها همتون اینجا حضور دارید مثل کارگردان، اینجا بهش میگن کارگردان صحنه فلور دایرکتور، کسی که اونجا هست. ما منشی صحنه نداریم، منشی صحنه کسی که میاد میگه تو کات قبلی این چشش اینجوری بود حالا باید اینجوری باشه این گلدونه اینجا باشه. شما همتون کارگردان صحنه هستین، همتون تهیه کننده های برنامه هستین، چون من با کمک شما این برنامه رو تهیه میکنم. خیلی ممنون و متشکر. و بریم یه چند تا از این نوشته ها رو بخونیم. بله اونایی که فکر میکنن خارجی ها باعث شدن که ما کار نکنیم، این بهتون نشون بدم این پیرمرد 91 ساله یا 2 ساله ای رو که زدن و جالبه توی لس آنجلس که پر از مکزیکی هست و اینها، بذارید بله این آقا شما نگاه کنید پدر شما داشته باشه بره، اونایی که طرفدار آقای ترامپ هستید پدر شما هم اینجا یه خارجیه و وقتی توی خیابون را میره اگه یک احمق کم سوادی بیاد و بهش بگه که برگرد برو کشورت یا احتمالاً با یک آجرم بزنه تو سرش، هیچ فرقی با این پیرمرد نداره. ببینید این بنده خدا رو 91 years old beaten with bread میگه که پیرمرد 91 ساله به وسیله آجر مجروح شد و بهش گفتن که برگرد برو به مملکت خودت. حالا امیدوارم اون کسی یا کسانی که به اصطلاح
این کار احمقانه رو انجام دادن دستگیر بشن. اسم اینو نوشته I can't walk anymore. Rodriguez said in Spanish I'm in so much pain. اینو انقدر زدن که این بنده خدا دو ماه دیگه میشه 92 سالش. میگه که وقتی زدنش گفته که من نمیتونم راه برم و از مردم کمک خواسته و اینها. دوستانی که ترامپ رو تایید میکنید، شما با تایید تو یعنی این کارا رو هم دارید تایید میکنید، یا دانسته یا ندانسته. چون من دیدم متاسفانه این روحیه تو خیلی از ایرانی ها هست. آقا چرا اینا ایلیگال میان اینجا؟ طرف میگه آقا وقتی تو مملکتش دارن میزنن و میکشن، این بره از کدوم راه لیگالی بیاد اینجا، قانونی بیاد اینجا. طرف آوردن اینجا نگه داشتن، این فکر کردن یکی از دندوناش درد میکنه. بعد وقتی نگاه کردن دیدن تیر شلیک شده تو دندونش هست و این مادرش اینو با دندون برداشته از گواتمالا آورده اینجا. آقای ترامپ مادره رو جدا کرده، بچه اینجا مادره رو انداخته بره دیپورت، برگردونه به کشورش. میگه دیگه امکان نداره این بچه بتونه با فامیلش، چون 180 روز اگه اینجا بمونن یا یک سال و نیم 18 ماه اگه بمونن بدنش دستی خانواده‌ای، دیگه اینها لیگالی نمیتونن برش گردونن به فامیل. یه سیستمای مسخره اینجا هست که این سیستم توی زمانی خوب بوده. شما میدونید اینجا تا چند مدت پیش شاید هنوزم باشه، اگه شما میرفتین یه زمینی رو که مال دولت بود حتی وای میسادین روش کشاورزی میکردین، خب چون اونام کاری نمیکردن نمیبدن سراغتون، بعد 15 سال میشده زمین شما. یعنی شما نشون میدادی آقا بیا اینا من اینجا گندم کاشتم، ذرت کاشتم، بعد 15 سال میشد زمین شما. حالا شما اینو داشته باشی. ترامپی که میگه من میخوام آمریکا رو دوباره برسونم به روز عالی، great again، این اگینش مشکله و الی گریتش مشکل نیست. همه دنیا سعیشون اینه که کشورشون دنیا رو عالی کنه، ولی وقتی میگه اگین یعنی یه روزی ما اگین یه روزی بودیم. شما بگو کی بودی، چه تاریخی بودی، چه سالی بودی. تا حالا من هر چی پرسیدم یک نفر نیومده بگه منظور ترامپ فلان موقع است. چون ترامپ منظورش موقعی که سیاها مجانی کار میکردن، منظورش موقعی که اینو باباش، میدونید نژاد پرسته، اصلا باباش هم نژاد پرست بوده. خلاصه یک کمی think twice، دوباره فکر کن. خب به همه ایرانی ها توصیه میکنم ویدیوی این افسر نیرو دریایی آمریکا را زیر اسم فلوریدا نگن، خب لینکشو بذاری اینجا یا بعدا برای من بفرست، من تو برنامه ها درباره صحبت میکنم. اینم از این. و اما اون عکس رو بهتون نشون دادم که نمیدونم نیروی سوم، حرکت سوم، هرچی. و راجع به توضیحات پتیک تشکر میکنم. ضمناً گفت این پتر کبیر از 1672 تا 1725 و اینایی که خوند وصیتش بوده. 1725 یعنی تقریباً 300 سال پیش، 298 سال پیش، حالا بگو یه سال قبل از مرگش 297 سال، وقتی که 52 ساله بوده این آمده گفته چیکار کنید اینا. و امروز شما میبینید که روسیه، ترکیه، ایران، گرجستان یا اون کشورهای دیگر رو چجوری دارن چی میکنن. و باز این شارلاتان وقتی که میره تمام دوستا، تمام خودیها رو داره از آمریکا ناراحت میکنه و فقط میگه پوتین پوتین پوتین، که حالا من دلم میخواد نمیرم، زنده باشم روزی که پوتین ویدیوهای این رو که زنای هرزه خودفروش توی هتل روش جیش کردن و گلدن شاور را انداختن، اینا را آزاد کنه، نشون بده به همه. و اما درباره مجاهدین کرایه‌ای صحبت کردیم. دوستان بعضی هاشون باز هی اصرار میکنن که نه آقا چنین نبوده، چنین نبوده. بذارید من ببینم اگه باز باشدش این عکس نشون بدم، اگرم پاکش کردیم که دیگه شما خودتون میدونید. ولی یه قسمتی رو مخصوصا برای آقای رضا مشایخی که من بهتون گفتم به نظر من رضا مشایخی یه کمی گیجه، هنوز نمیدونه میخواد چه کار کنه. یه روز میره سراغ این مرتیکه معتاد مسعود امینی، یه روز خودش میاد میره با مجاهدین. ببین این آقا کالیفرنیا نوشته سوربی، برادرم در سان دیگو مهندس شهرداری است،
برام تعریف میکرد. خیلی از این دوستانش پول سفر به فرانسه رو برای تفریح نداشتن. مجاهدین برای اینها بلیت از لس آنجلس به پاریس میفرستادن و حتی هتل هایی که هر دو نفر در یک اتاق بودن، وقتی این عکس را به برادرم نشون دادم گفت این که چیزی نیست، بیا من بهت بگم چطوری دوستان و همکارانم که اصلا از ایران و مسائلش سر در نمیارن برای رفتن مجانی به پاریس بلند شدن رفتن پاریس با خرج این احمق ها. یکیشون هم میگفت شب قبل از گردهمایی انقدر عرق خورده بود که روز گردهمایی توی هتل خوابش برده بود. این مجاهدین این جمهوری اسلامی وقی هستن. حالا بهتون گفتم این آقای رضا مشایخی نوشته بود که منو پدرم چون اون دفعه گفت فعالیت تک نفره، گفتم ای آقا شما که تا حالا و تو کتاب تو نوشتهات می نوشتید شما و پدرت با هم فعالیت میکردید، چطور شد یادت رفته؟ بعد میگه که 13 سال سازمان اطلاعات ایران درباره ما صحبت نکرده. میگم پس درباره هر کی صحبت نمیکنه نشون میده که اینا خوبن، درباره اونایی که صحبت میکنه نشون میده اینا مزدور و مامورن. آقای مشایخی عزیزم، اولا این نوشابه‌ای که جلو دوربین میگیری میخوری همش انرژی که بتونی 90 ساعت 100 ساعت کار کنی نخور. شما ماشاءالله جوان هستی ولی شکمتو نگاه کن، یا مثل من پیرن مشکی بپوش که لاغر نشون بده، شکمت افتاده تو این روزی نیم ساعت یه ساعت راه برو، اون 500 دلار هم نمیخواد. اینا این 500 دلار از شما میگیرن که شما بگی ببین این پولا از 500 دلار اومده، والا 500 دلار و 1000 دلار شما مثل یک هسته از سه خورما به قول شیرازی ها در مقابل کوه و دریا هم نیست. خرج این پولا نوت گینگریچ، جولیانی، هرزه، نمیدونم جان بولتون پریشب کی بوده رفته شام خورده گفته شام دیگه تو تهران. آقا آقای مشایخی بابا کج بشین راست بگو. این از این مجاهدین کرایه‌ای بذار من اینجوری بزنم شاد باز بشه. آی ام ام اینجا نوشته، چرا آی ام ام نمیدانم، یا احتمالاً پاکش کردم. بعضی از این عکس‌ها رو می‌ذارم، کاغذ رو می‌نویسم، بعد که برمیگردم می‌بینم زیاده پاکش می‌کنم. ولی یه عکسی هست، حالا بریم یه جای دیگه نوشتیم که عکس. بعد یه دوستی به نام آهان، این آقای فیصل از ایران از خوزستان برای من نوشته و بذارید من اینو براتون بخونم و به این دوستمونم یه نصیحت میکنم که یه مقداری از این آمار و ارقام دادن الکی دست برداریم و الا ما هم میشیم مثل اونایی که سربی مسخرهشون میکنه. درود بر جناب سربی، وقتتان بخیر و خوشی باد. همراه با سلامتی و تندرستی زبان نمیچرخد که چرا بگوید و از چه حرف بزند. تا حالا سه خط خوندیم همش تعارف. چرا که اوضاع به حدی خراب است که 80% مردم واقعا به افسردگی شدید دچار شدن. ببین دوست عزیز من، شما حتی اگر مثل خانم دکتر بهیه جیلانی روانشناس باشی، نمیدونم چیز اجتماعی خونده باشی، مطب داشته باشی، وقتی که مریضا میان اونجا بعد شما تشخیص بدی که 100 تا مریض دیدی تو این هفته 80 تاش افسردگی داشته، وقتی میخوای بگی 80% نمیتونی بگی 80% مردم، میتونی بگی 80% مریضای من، که مردم هم بگن خب این آقا دکتره، توی هفته 100 تا مریض ماکسیموم میاد. یا از این بهتر شما باید بگید از 100 تا مریضی که من دارم 80 تاشون به اصطلاح به افسردگی دوچار شدن. این آمارای اینجوری میشه مثل اون خانمی که رفته بود ایران خوش گذشته بود، خوش گذرانده بود، نمیدونم ببرور سلطنه بوده، قمرالملوک بوده، کی بوده، بعد اومده بود به بهکام میگفت که 99% آقای رضا پهلوی رو میخوان. سالها پیش من به آقای رضا پهلوی گفتم آقا این 99% همونایی هستن که این جنده های خیابون و اینا رو هم میرن مشتریشونن، به این خانم چرا نمیگی به آقا رضا پهلوی بگی آقا به اینا بگو این خواهرت کنار خیابون وایساده، این دختر داییته، دختر عمته، تو میری دختر عمه اونو میگایی، اون دختر عمه تو رو میگاد، و اینا زبونشون بسته میشه. نکنید این آمارای عقل. بله به حدی
به حدی مدام عصبی هستند که با نیم نگاهی به هر چهره‌ای مشخص است از دور. جناب سوربی، هیچ امیدی به داخل نیست. آیا سیاست خارجی نیز همین را میگوید؟ با اندک تفاوتی یا اندک تفاوتی هست، پیروز باشید. سیاست خارجی که شما میگی، منظورتون سیاست خارجی آمریکا در قبال ایرانه؟ من نمیدونم دیگه، هرچی من میدونم شما میدونید. بعد شما میگید که آقا اینجا شب تو تلویزیون یاد میده، میگه وقتی داری رانندگی میکنی نگاه تو چشم راننده بغلید نکن، ممکنه اسلحه در بیاره شوتت کنه. حالا شما میگی مردم تو ایران مدام عصبی هستن؟ از که تا حالا ما هممون روانشناس شدیم، هممون مطب باز کردیم، هممون تیتیش مامانی شدیم، چقدر ما مهربون بودیم. وقتی که میزدن به همون با دوچرخه، نه ما به اونا میگفتیم مگه کوری، نه اون میگفت نه پدر سگ تو کوری، نه اون میگفت بابا اصلا به بچه ها میگفتن سرت میکنم اونجایی که از توش در اومدی. اصلا من تا یه مدت نمیفهمیدم این چه فوشیه که تو کوچه به همه میدن. آخه شما چرا فکر میکنید یه شبه ما همه بی تربیت شدیم، یه شبه هممون دوز شدیم؟ طرف عکس دوزی نشون میده، سیستم دوزی ایران، بعد میگه مرگ بر این آخوندا، مرگ بر آخوندا، صد بار مرگ بر آخوندا. آقا نمیشه، نمیخونه. این آقای مصطفی زاده از این قسمت خودش خوشش میاد، میگه وقتی شما میگی نمیخونه، منم اینجا با خودم میگم نمیخونه. نمیخونه که 57 سال بعد از 2500 سال پادشاهی، بعد از 10000 سال پادشاهی تاریخ، یه شبه همه ما الاغ بشیم، یه شبه همه ما جانی بشیم، یه شبه همه ما جنایتکار بشیم. و جالب اینه که خود این دوستان شاه اللهی، دیدید پیام اون خانم پخش کردم، میگه وقتی مردم نادان که انسان نیستن یک جانی رو انتخاب میکنن، که این خودش اصلا جمله خراب بود، یعنی این میگه مردم خمینی رو انتخاب کردن. خب اگه انتخاب، شما چرا میگید که یه آقای جوانی رو دیدم دیروز توی ویدیویی میگه شما خبر ندارید روز انقلاب اسلامی آری یا نه، وایستاده بودن تو خیابون مردم رو میزدن. آقا اصلا اولا فکر نمیکنم این آقا اون موقع دنیا اومده باشه. بعدم سال 12 فروردین 1358، دوستان اگه به خدا باور دارید، خدا وکیلی جون مامانتون، جون باباتون، جون بچهاتون، اینا میمدن به مردم میگفتن با زور و چماق بیان. مردم صف کشیده بودن برای که زمینه رو آماده کرده بودن. آقای یزدان خدا بنده، شما که میگی ترامپ نماینده مردم چون مردم بهش رأی دادن، زمینه رو آماده کرده بودن که شما هر الاغی رو بگی اینا بهش رأی بدن. بله اشکال جمهوری اسلامی این بود که آری یا نه، این اشکال مصدق هم داشته. مصدق اشکالش از اینا بدتر بود، میگن صندوق نه رو گذاشته اون و صندوق بله رو گذاشته این و، یعنی همون موقع که شما میری دشمنت معلوم بشه. در صورت دوستان کارمون خیلی خرابه. من الان 100 تا دیگه دارم. این افسردگی ایران. بریم سراغ خدا. دزدی از خدا. اینا رو نشون بدم که من پاکشون کنم بره، یک کمی این صفحه ما تمیز بشه. اوکی. دزدی از خدا. بذارید من اینجا بنویسم دزدی از خدا. چی بوده ماجرا؟ البته یه داستانی هم هست که میگن یه نفر نشست دعا میکرد که خدایا یه دوچرخه به من بده. پدرش اومد گفت که کار خدا دوچرخه دادن نیست، کار خدا اگه گناهی کرده باشی میبخشته. میگه اوکی، میری یه دوچرخه میدوزه، میاد تو خونه میشینه، میگه خدایا منو ببخش، من یه دوچرخه دوزیدم. حالا این ماجرای دزدی از خدا رو هم ببینیم که چی بوده و اینا چی نوشتن. 4-3 کپچه. امروز رفتیم که بریم، 4:27 شده، بازم میریم 4. خب میگه که وقتی بانی مسجد جهت برگزاری نماز صبح وارد مسجد میشود، میبیند بخاری مسجد به سرقت رفته. سریعا موضوع را به نیروی انتظامی 110 اطلاع میدهد. پلیس 110 پس از بازرسی مسجد
نامه ای در محراب مسجد پیدا می کند. متن نامه این بوده: خدای بزرگ، من از تو دزدی می کنم چون زن و بچه نداری که از سرما تلف بشن. از بندگان مؤمنت خیری نصیب هیچ کس نمی شود. حق و ناسی هم برگردنم نیست، از خانه تو دزدی کرده ام. طفل شیرخوارم از سرما تلف می شود. اگر وضع مالیم خوب شد بخاری را پس می آورم. کسانی که اینجا نماز می خوانند اگر تمام فکرشان به عبادت با تو باشد سرما را احساس نمی کنند. با تشکر، من دزد هستم، دنبالم نگردید، از خدا دزدی کردم. نظر شما در این مورد چی هست که اینها از خدا دزدی کردن و مردم نباید به اصطلاح کاری به کارشون داشته باشن؟ بله، اینم یه نامه ای هست، الان کلی وقت گمش کرده بودم، حالا پیدا شد، من بیارم. این آقای دکتر پارسا بناب میگفت که شما تصادفاً درست گفتین. گفتین آقا این حرفا چیه؟ ما همیشه غلط میگیم، تصادفاً درست میگیم. دوست عزیز با سلام، لطفاً قبل از شکستن شیشه موارد زیر را مطالعه فرمایید. در 6 ماه گذشته 4 بار همین شیشه را عوض کردم. 2، ماشین در حال حاضر ضبط صوت نداره و من هنگام رانندگی با موبایل موسیقی گوش میدهم. 3، ماشین زاپاس هم نداره و 1 ماه پیش یکی از همکاران شما آن را برده است. 4، در داشبورد را هم باز گذاشتم تا داخلش را ببینی که چیزی نیست. 5، وقتی به نیروی انتظامی هنرنمایی همکارانت را گزارش میدهم میگویند برو خدا را شکر کن که ماشینت را نبردن و من هر شب در حال شکرگزاری خدا هستم. 6، اگر با تمام این توضیحات قصد سرقت اتومبیل را داری از در سمت راست عقب استفاده کن، چون خیلی راحت تر با لنگر انداختن باز میشه و نیازی به دیلم ندارد. راستی در باک ماشین هم شکسته، اگر نیاز به بنزین داری تعارف نکن، فکر کنم یکم بنزین داره. یادم میاد اول انقلاب، نه همون تو دوره انقلاب و اینها، همون موقع که هنوز شاه اللهی بودیم و خوب بودیم، همه شروع کردن از باک بنزین جیان، چون جیان وقتی مسافر نداشت، وقتی بالا وایساده بود این 25 لیتر یا 20 لیتر میگرفت، قشنگ تانکش پیدا بود، میمدن دریل میزدن یا لولهشو میکندن، بنزین میکشیدن میبردن. باز چون در زمان شاه ما اصلا دزدی و اینها نداشتیم، این آقای عارف خواننده خوبمون یه دفعه دروغ گفت، گفت که در زمان شاه آمدن در ماشینش رو، گفت بی ام وی داشته، در ماشینش رو حالا باز کردن، شکوندن هرچی و نوارا رو برداشتن و بعد وقتی که دیدن این کارت شناسایی ماشین به نام عارف هست، حالا من نمیدونم عارف اسم حقیقیش عارف بوده یا همه اسمشو میدونستن، طرف یه نامه هم مینویسه، یه دوز نامه مینویسه که آقای عارف، من وقتی فهمیدم این ماشین مال شماست همه نوارا رو گذاشتم سر جاش، فقط نوارای خودت رو بردم. که باز اینم جای سواله که آقای عارف توی ماشین نوارای خودش رو گوش میداده. وقتی میخوایم تعریف کنیم هیچ عیبی نداره یک کمی قلوف کنیم، یک کمی بزنیم به صحرای کربلا. و اما دوستان عزیز، من یه چیزی بهتون نشون بدم. این یه رستورانی هست اینجا. وقتی میگیم رستوران، شما فکر نکنید مثلا رستوران چی شما میگین، برج میلاده، یادم نوشته بود بستنی 2500 تومانی، الان لابد 25,000 دلاری، نمیدونم چنده والا. اینها یه رستورانی هست به نام پلاکا. پلاکا اصلا یه محلیه تو یونان. من وقتی رفته بودم یادمه که اون میدونی هم که ما مثلا هتل داشتیم همین میدون پلاکا بود، شبا هم هر کسی میمد هنرنمایی میکرد. این تقریبا مثل موبیدی که خودمون هست توی این منطقه، که یه حالت فست فود داره ولی فست فود خوب. و من و بچه هم هر وقت مثلا میخوایم جایرو، این جایرو هم جالبه، ترکا درست میکنن، اسم میگیم بذاریم کباب ترکی، اونا هم بهش میگن چی خدایا،
توی آلمان میگفتیم دونر کباب، دونر کباب توش شیراز و تهران اینا میگفتیم کباب ترکی، وقتی که آویزون میکردن اینجوری کات میکردن. ترکا تو آلمان میگن دونر کباب، اینجا بهش میگن جایرو، خود یونانیا بهش میگن هیرو، مثل کلمه هیرو قهرمان هست، و وقتی بگی جایرو عصبانی هم میشن. در هر صورت این پلاکا دو تا شعبه داره، یکیش توی فارسچرز، یکیش توی وینا. خوراکای نسبتاً، بذارید بیارم اینجا، نسبتاً ارزون مثل قیمت مکدونالد، ولی به نظر من سالمتر و همون جایرو ساندویج و همین سالاد و این چیزا هست. و اگه خواستید، من یه دفعه یادم میاد آقای مختار بهش گفتن آقا شما که رستوران و اینها میرید تو این روزنامه بنویسید کدوم رستوران خوبه کدوم رستوران بده، که ما خوبا رو بریم تشویق بشن بدا رو نریم. آقای مختار گفت آقا میخواین پوس موز بندازین زیر پای من. من متوجه نشدم، بعد ازش پرسیدم منظورتون چیه، گفت خب من اگه اینو بگم فردا به اصطلاح رستوران ها به اون آگهی نمیدن، یه جایی بریم بهش راجبش بد گفته باشیم توفت خوراکمون میندازن و الی آخر. اینم مشکل اینها. در صورت این از این، در رابطه با این انجمنهای مختلف و اینها یه عکسی هست به نام عکس پادشاهی، اینو قبلا هم بهتون نشون دادم، چون که دیدم این دوستان پادشاهی جلسه دومشون رو هم میخوان برگزار کنن و خیلی جلسه اول خوب بوده، حالا اینو بهتون نشون میدم که ببینید یه مش آدم بیکار مثل من که میان میشینن جلوی چیز، آقا بیاین حرف بزنید بخند. کباب ترکی رو از وقتی اومدم آمریکا ندیدیم. هست عزیز من، دنبال جایی رو بگرد و برو جایی که فروشگاه یونانیا هست، همین پلاکا. این اتفاق وقتی هم کباب ازش میپرسی، میپرسه گوشت خوک میخوای یا گوشت مرغ و چیز و اینها با اسمای مختلف. من این شیکاگو رو میگم جایرو، شیکاگو جایرو که لم هست و بیف، لم و بیف، خیلی هم خوبه. 9 دلار میدی یه ساندویج نسبت حقیقتا مثل اینه. البته میدونید بعض وقتا عکسایی که میذارن داره از سرش میریزه، ولی وقتی شما میخری باید حالا نونه رو باز کنی دنبالش بگردی. اینجا اینجوری نیست. اینم ماجرای پلاکا. حالا بیا اینجا یه بار مجید میبرم همین پلاکا، بهشون میگیم آقا تبلیغت کردیم، این از کالیفرنیا اومده، بی انصاف به من پول نمیدی، اقلا به این مجانی یه ساندویج ترکی. یا اونجا که رفتیم که نمیگیم ساندویج ترکی، میگیم که این هیرو ساندویج یونانی. خب اینا نشونتون بدیم بخونیم ببینیم چی نوشتن. پس از پیروزی چشمگیر نخستین همایش، دوستان تو رو خدا یکی از شماها یا یکی از اینایی که رفتن اونجا، آقای زرابی و همون پسره که میگم گفته سال 1350 مردم رو با چوب و چماق میبردن یا میگفتن بگو آری یا مینداختن زندان، بیان ببینیم پیروزی چشمگیر اینا چی بوده. حالا اگه جمعه آقای فرزاد عزیزی وقت داشته باشه، ایشون طرفدار آقای رضا پهلوی بود، اگر مایل باشه باز هنوز میپرسیم که طرفدار هستن یا نه، و ببینیم که دیگه براتون عکس چی داریم. اینجا همه رو نوشتم. آهان، پیام شخصی آقایی به نام عباس جعفری راجع به شعر و شاعری، که من گفتم آقا این شعر و شاعری پدر ما رو درآورده، از بس که یاد نگرفتیم به هم دیگه روک و راست صحبت کنیم، خود منم همینجوره، فوری دست چی میگم دست میکنیم به خاطرات و شعر و ضرب المثل و اینها. به یه آمریکایی گفتم به نظر شما این چه اشکالیه که ما داریم، که چون وارده معلمه و بلده با آدما کار کرده و اینا، که اینجوری هستیم. گفت این سینسیر یعنی خالص، دیدی سینسیری یعنی مخلص خالص. گفت این وقتی که یک کسی ناخالص باشه، همون کلمه تعارف هم دیدی اینا میگن پرزنتری، بعد طرف گفت آقا این فیک پرزنتری، این چه پرزنتری. در هر صورت مشکلاتمون زیاده ولی باید در موردش صحبت کنیم. عکس پادشاهی رو نشون دادیم، پلاکار رو نشون دادیم. پلاکار رو که نشون دادم 4:35 بگو حالا بفتیم براشون، شاید یک 9 دلاری اقلا جایرو بهمون بدن. دزدی از خدا رو نشون دادیم، مجاهدین کالیفرنیا رو نشون دادیم، پیام شخصی آقای جعفری، نه این شعر و شاعری ها برای خودشون توی دنیای دیگه هستن. آقای صبری
حسنپور باز براش نوشتم آقا چی شد شما رفتی ایران، بعدم نوشتی برای در پاسخ به همه آنهایی که گفتند چرا رفتی ایران چنین و چنان، اون نوشته های صمد بهرنگی و مایی کوچولو رو آوردی اینها، بله دست به شعر می شوید، نتیجه فرهنگ استبداد هست، ترس از قدرت و حکومت. آفرین. برای که نمی خواهیم دیرکتلی بگیم، می خواهیم یه راهی داشت، نمی خواهیم مستقیم بگیم، می خواهیم یه راه فرار داشته باشیم که اگه گفتن بگیم بابا منظور من که این نبود، وقتی من گفتم خر منظور من شما نبودی، منظور من اون بود که با شما دشمنه. یعنی همین که میگه چون نمیخوایم مستقیم با همدیگه صحبت کنیم دست به شعر و فرهنگ و اینها. آقای زرابی کمپین و جنبش سکوت نه، حمید مرتضوی پور که رفت توی سوراخ، معمولا این شاه اللهیا اینجوری هست و میرن تو سوراخ تا بعد بیان بیرون. پیام افشین عبداللهی هم تو برنامه قبلی گفتم، اینجا چی گفتم براتون، نامه ابراهیم معلم قدیمی، چه خوب شد که من اینو یادم باش، یعنی گفتم الان بخونم که مدیونش هستم، چون من اشتباه کردم، برای این بنده خدا به جای تشکر آمدم تکست فرستادم، بعد آقای ابراهیم که حتی وقتی هم نامه می‌نویسه و اینها نشون میده خطش قشنگه ولی الان به دلیل کبر سن دستش یه مقدار میلرزه، این وقت میذاره، نامه میذاره تا اونجایی که میتونه حمایت میکنه. من ازش ممنونم به عنوان یک شاگرد ایشون، چون ایشون معلم قدیمیه و همین مریلند هم هست. حالا امیدوارم یه وقتی یا من بیام اونجا یا شما بیای اینجا و با هم بریم همین پلاکا. اوکی. میگی که آقای سوربی سلام، به یاد دارید که من در نامه قبلی اظهار داشتم که تا میتوانید به این بی همه چیزها هرچی از دهانتان میآید بیرون، هرچی از ذهنتان میآید یا دهانتان میآید بگویید. حالا هم در مورد خودم میگویم هرچی درباره من فکر میکنید جا دارد که من به کهولت سن تکس را به جای پیامگیر برای شما عوضی آدرس دادم. خر من آقا از کرگی دوم نداشت، تلفن من تکست نداشت، با عرض پوزش بسیار من نتونستم پیام شما را دریافت کنم. به هر حال من با این عقل ناقص خودم میخواستم موضوعی را با شما در میان بگذارم، با اینکه من هم فرهنگی بودم با 99% عقاید شما موافقم، بلکه 1% آن هم به عقل ناقص خودم پیشنهاد میکنم در موردی که تخصص نداریم اظهار فضل نکنیم. من نمیدانم شما سواد را چگونه تعبیر و تفسیر میکنید، آیا کسی که زبان آلمانی یا فرانسه میداند با سواد است؟ اگر با سواد است پس این رضا پلوی هم فورپروفسور است که نیست. آیا کسی که کتابهایی را هم میکند مانند خری که کتاب در خورجین دارد با سواد است که نیست. من 5-6 تا زبان میدانم، چند حمالهای فرانسوی، این کلمه رو نمیتونم بخونم، میگم میدونید الان خط شکسته چیز رو دارن از آمریکا میبرن بیرون، چون میگن از بس همه تکس میکنن. این شما تو ایرانی میگفتیم خطش نستعلیق، اینجا بهش میگن کرسر فکر کنم، اینا رو دارن از میبرن بیرون، برای که میگن خب اگر ما یاد نداده باشیم به سوربی این خط رو و به جنریشن قبلیش یاد داده باشیم، حالا این نتونه بخونه این ارتباط قطع میشه. در صورت من سعی خودم رو کردم و به یکی از دوستانمون که پدرش مثل شما خطش خوب بود نشون دادم، اون بهتر از من خوند، اشکال از منه، ولی شما سعی کنید صافتر بنویسید نقطه ها رو. بذارید یه کتاب بهتون نشون بدم دوستان، اگر این کتابو دارید نه، ولی اگه این کتابو تا حالا ندیدید شما بگید اسم این کتاب چیه. میخوام بهتون بگم بابا وقتی کتاب مینویسی شما جلد روش رو گذاشتی که من این جلد رو ببینم و این کتاب رو بدونم اسمش چیه. شما این کتاب رو اگه اینو من بنویسم برای شما به این میگین چی؟ این چی نوشته دوستان؟ همینها. فکر نکنید من از جای از این عکس بذارید براتون همه عکس رو نشون بدم که بغلاش هم ببینید، یه وقت فکر نکنید ما این عکسی که اصلا ببینید روی میز بوده، اینم عکس میز، ببینید میز قهوه‌ای،
و این کتاب نوشته عبدالرحمن حسنی مجید، کلک نزنی الان بریم عبدالرحمن حسنی بزنی نوشته، شما فکر کن نمیدونی این چیه، این چی نوشته، یا به فارسی یا به انگلیسی برای من بنویس. خب حالا یه کسی باید بیاد به این نویسنده بگه اگه تو یه چیزی نوشتی که منی که فارسی بلدم و کم بلدم نمیتونم بخونم، اشکال از منه یا اشکال از شماست؟ اگه یه معلمی خیلی میدونه ولی نمیتونه به یه بچه‌ای که کم میدونه درس بده، اشکال از معلمه یا اشکال از بچه است؟ بچه که نمیفهمه. در صورت اینم یقه آقای ابراهیمو بگیریم تا هستش. جمعه سعی میکنم یه تلفن بزنم به ایشون، اگر باشه چند دقیقه با هم صحبت کنیم، یا جمعه بهش زنگ میزنم بهش میگم دوشنبه با هم صحبت کنیم. چند حمالهای فرانسوی یا ایتالیایی بهتر از من زبان میدانند. بله شما تو فرودگاه که میری، ما یک کسی بود توی چیز تاکسی رانندگی میکرد، این فرودگاه که میرسید به یه نفر که میگه اسپانی صحبت میکنه اسپانی، به یکی میگه فرانسوی فرانسوی، آفریقای جنوبی آفریقایی صحبت میکرد، انگلیسی انگلیسی صحبت میکرد، اصلا مثل که دیگه یاد گرفته بود زبانها رو چجوری ازشون خوب استفاده کنه. پس دانستن زبان یا کتاب نوشتن دلیل باسوادی نیست، فقط چند من کاغذ را حرام کرده است. اینطور نیست آقای سوربی. پس سواد را چگونه باید تعریف کرد؟ خب ببینید، من نمیدونم این شما سوالت از منه یا داری خودت یه سوالی رو عنوان میکنی که بتونی پاسخ بدی. اگه اینجوره دیگه سواله رو نگید، چون ما این سوالو کردیم که آقا سواد چیه. دیدید بهتون گفتم آقا خیلی ها میگن این آقای رضا پهلوی خیلی با سیاسته. میگم آخه چه سیاستی؟ کسی که 62 میلیون دلار سال 79 داشته و الان برای چند میلیون دلار، چند صد دلار یقه فامیل و دوستش گرفته، این سیاست، این بیزینسمنه، این سیاستمداره. یا ترامپ مثلا میگن بیزینسمن خوبیه، میگم کسی که بیزینسمنه چرا نمیاد حساباشو نشون بده؟ پس نشون میده که یه کارایی کرده و پولای اینور اونور گرفته از روسیه و بانکای دیگه که نمیتونه نشون بده تا روزی که مجبورش کنه و گندش در بیاد. در صورت ایشون یک صفحه و نیم نامه نوشته، من به نوبه خودم ممنون و متشکرم و تلفن و پیامگیرشون هم شمارهش گذاشته. این شماره هم حتی من درست نتونستم بخونم، ولی با اون دوستمون که گفتیم برای من نوشت، براتون سعی میکنم زنگ بزنم جمعه با شما صحبت کنم. و اما ببینم دیگه اینجا چی گذاشتیم. بابک هروی درباره بختیار صحبت کرده، ویدیوش تا جمعه هم هست، پیام پتیک رو پخش کردیم. عکس رضا مشایخی، این خیلی جالبه چون رضا مشایخی هی نوشته های من رو، البته من همیشه گفتم من هیچ خصوصی عمومی با کسی ندارم، هر چیزی رو توی قسمت های خصوصی هم می نویسم، شما میتونی بعداً توی عمومی هم برای مردم بذاری، ولی قانوناً اینه که وقتی یه کسی مسیج تو قسمت مسیج می نویسه، شما نباید تو قسمت به اصطلاح عمومی بیای بگی. ولی تو کیس ما، چون به قول معروف حالا خودمون هم میگیم اینا پابلیک فیگرن، ما هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی چون شما نوشتی و حالا من ببینم پیداش میکنم، این آقای رضا مشایخی، دوستان یه تبلیغ مجانی، چون اون روز وقتی من داشتم براش تبلیغ مجانی میکردم یه چیزی دیگه هم نوشته بود، آقا حالا که مجانیه یه تبلیغم برای ما بکن. نه عزیز من، دیگه اینجوری هم نیست، پررو بازی در نیار، اون وقت بهت میگیم بچه پررو، اون وقت میشی مثل فخرآور. ببینید آقای رضا مشایخی، دوستان من که تازه فکر کنم تو آمریکا به دلیل اینکه با سنی زیاد اومدم و بعد نخواستیم بریم دوباره درس ادامه بدیم یا کاری انجام بدیم، رفتیم چند تا کار مختلف انجام دادیم، امروز شما اگه از من بپرسی که مثلا رزومه چیه، 4 تا 5 تا کار انجام دادیم، میگیم آقا برای اینه، با اون قرارداد داشتیم، این کار کردیم، اون کار کردیم. ولی شما یه دقت کنید ببینید، کسی که یه سری ایشون نشون دانشمنده، یه چیزی بود ما هم نشون دادیم، پرونانس نیم ری ریزو رزوم مشایخی هم اینجوری، نه آقا اینجوری نیست که، این چی مزخرفی نوشتی نیم شما رو اینجوری پرونانس کنم. اوکی from نوراباد، بله فارس، بچه نوراباد ممسنی و اینها هست، live in San Jose کالیفرنیا، رفته تو های سکول یا دبیرستان اندیشه رفته، اینجا اومده مهندسی شیمی خونده،
تو ایران که نمیگفتیم مهندس شیمی، میگفتیم لیسانس شیمی. حالا ایشون مهندسی شیمی گرفته at University of سیستان و بلوچستان. معمولا وقتی سیستان و بلوچستانه احتمالا دانشگاه آزاد بوده. دانشگاه آزاد یعنی دانشگاه آقای رفسنجانی، یعنی اوکی. فورمر منیجر، حالا ببینید چه کارهایی انجام داده. ایشون همش هم فورمر یعنی قبلا، الان ننوشته کجاست چه کار میکنه، ولی فورمر منیجر از ترمو فیشر ساینتیفیک، فورمر منیجر از مولدینگ، فورمر منیجر از ویندینگ، فورمر منیجر از اسمبل، فورمر همان منیجر بوده، یعنی تا رفته اینا به عنوان منیجر استخدامش کرده. فورمر منیجر، منیجر قبلی یا مسئول قبلی از فینیشینگ، فورمر منیجر از بالانسینگ، فورمر منیجر از YES نمیدونم چیه، فورمر کشیه. حالا کسی که همه جا منیجر بوده یه دفعه میاد میشه کشیه، یعنی همین صندوقا که یه ساعت به ترن میدن. این روزا دیگه حتی عکس گذاشتن، این عکس نوشابند بزن، کوچیک، عکس کوچیک، بزرگ، عکس بزرگ. فورمر کشیر از شوران، فورمر کشیر از شل، فورمر کشیر از کلگز، و بالاخره فورمر شیفت منیجر از 76. و جالب اینجاست که امروز نمیگه من چه کار هستم، ولی میگه من هفته 109 ساعت کار میکنم، خیلی پول در میارم و پول هم به مجاهدین ماهی $500 میدم. میخواین قبول کنید؟ قبول کنید. من قبول نمیکنم. من فکر نمیکنم آدمی که الان داره با فخرآور دعوا میکنه، آدمی که با دیگران داره دعوا میکنه که بتونه به اصطلاح یه جوری سنگش رو وابکنه، من فکر میکنم از لحاظ مالی هم همچین آدم موفقی نیست. البته دارم تحریکش میکنم که $1,000 بفرسته مردم تیوی بگه بفرماد آقا، چون دیدم توی ویدیویی هم نمیدونم رفته سر صندوق، پولای صندوق آورده، $100 ها رو میشماره. خب یک خانمی به نام لیدیا نوشته دارم مصاحبه احمدعلی مسعود انصاری را با امید دانا میبینم، بخش دوم گور پدر رضا پهلوی کرده ولی انصاری به تته پته افتاده، چون امید سوالهای از انصاری میکنه که خب خانم عزیز بگو چه سوالی کرده، انصاری چی جواب داده، تته پته و فلان اینا این کار کرده. حالا شما رضا پهلوی رو قبول داری واقعا؟ از امروز برو دنبال اون. شما که لاری هم هستی، لاری ها خیلی آدم های خوبی هستن. اصلا ممنون و متشکرم دوستان. امروز میتونم بگم بعد از مدت ها با وجودی که 3 مهمان داشتیم، یکی از آلمان، یکی از خلیج فارس و یکی از کالیفرنیا، باز تونستیم دقایق با شما باشیم و این نوشته رو اونایی که خط قرمز زدم یعنی گفتم بذاریم برای برنامه‌های آینده، اونایی که نگفتیم. می‌بینید دوستان، سرتیتر نوشتن و خط کشیدن مهم نیست که شما 20 ساله داری این کارو انجام میدی. این به شما یاد میده که همون جوری که من وقتی دوستان گفتن آقا تو حرف پتیک نپر، گفتم امروز یک کلمه هم صحبت نمی‌کنم و در 3 تا پیامی که صحبت پخش کردم یک کلمه هم صحبت نکردم و باید یاد بگیریم. سعی میکنم با آقای جلیل مرتضوی جمعه برنامه داشته باشیم تا درباره کتابش صحبت کنیم. عکس کتابش رو الان بهتون نشون میدم. اینم یک تبلیغ مجانی، با وجودی که آقای مرتضوی کم لطفی کرد، به قول دوستان افغانی نامهربانی کرد، برای که حالا سیامک زند آمده بود یه چیزی رو یا اشتباه گفته بود یا دروغ گفته بود، منظوری نداره، فکر نمیکنم دروغ گفته بود، اشتباه گفته بود. آقای شهبازی نمیدونم وضعش بد بوده تو کالیف، بابا این بنده خدا اینجا با افتخار تو گستیشن کار میکرد، بچه های رشیدش، پسرهاش اگر احتیاج داشت که نداشت، تازه پسرش تو خونه باباش زندگی میکرد، دخترش اینا همه کار میکنن اینجا، دامادش یک خانواده آبرومند. در صورت آقای جلیل مرتضوی کم لطفی کرد، ولی ما باید یادمون باشه خیلی از فامیلمون، دوستامون هم گاهی وقتی کم لطفی میکنن. اگه اون کم لطفی میکنه منم بیام کم لطفی رو به توان 2، بعد این میگه ای سوربی کم لطفی به توان 2، من با به توان 4. توان یادتونه اینجا اینجوری مینویسن، بالای عدده نمینویسن، بغلش مینویسن. خب دوستان برنامه ما همینه، خیلی ساده، خیلی خودمونی. یادم این آقای
ستار دلدار یه برنامه داشت به نام گپی خودمونی یا خودمانی، و من گفتم من برنامه‌ام تقریبا از اون آقای عمو هوشنگ، هوشنگ پورنگ، یه دفعه اولین بار دیدم یه نفر میاد با این پیرنای هوایی وای میسه رو صندلی، هم نمیشناس از این صندلی‌ها کنار بار هست، وای میسه دست صحبت میکرد. اونم هم خبرنگار بوده، هم مجری بوده، مجری خوبی هم بوده، بچه اهواز هم بوده، بچه خوزستان بوده. در صورت از یکایکتون ممنونم، از آقای ایران بومی ممنونم که با ما بودن، از آقای بابک ایروی ممنونم، از دوستمون که نمیخواد فعلا اسمش گفته بشه ممنونم. و امروز چهارشنبه است، جمعه با شما خواهیم بود، امیدوارم به موقع برسم و شما هم میتونید مهمان برنامه باشید. این کتاب رو بهتون نشون میدم، این دومین کتابیه که من از آقای جلیل مرتضوی میبینم، The Mystery of America، راز آمریکا، What I Learned and Love About This Country، چه چیزهایی یاد گرفتم و چه چیزهایی رو دوست دارم. یادم کتاب اولیش خیلی قشنگ بود، راجع به ماشینای بزرگ نوشته بود، راجع به ساندویچ خوردن آمریکایی‌ها نوشته بود و برای من جالب بود. جالبتر این که کتابه رو خیلی کوچولو می‌نویسه و مثل انشا بخواد پر کنه حتما 400 صفحه باشه و اینا نیست، کتابش ساده است، کتابش ارزونه، فکر کنم 13 دلار. والا بلا تا الان که من با شما صحبت می‌کنم نه یک پنی به من داده، نه قراری باهاش داریم، نه حتی کتابش رو پست کرده. شما میدونی من کتابو که برام پست میکنن به قول معروف برای که ما هم نشون بدیم بابا حالیمونه، تبلیغش میکنم، کتابه رو اینجوری نشون میدم و تبلیغ میکنم. اینم پلاکا اینقدر نشون دادیم، یه ساندویچ مجانی به اون بده دیگه. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش، از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. این برنامه تا 1-2 ساعت دیگه روی یوتیوب قرار میگیره. این برنامه از مردم تیوی دات کام تا برنامه‌های بعدی هر روز پخش میشه. این برنامه روی یه پلیلیستی هست که شما مردم تیوی دات کام رو که بزنید حتی با تلفن‌های دستی خودش شروع میکنه، والا دیگه نمیدونیم با چی کار کنیم. رو فیسبوک هم که شبانه روز هست. اینم از این. و اما اگه اون آقای حمید مرتضوی نمیدونم موزیک زن خاص صحبت کنه، چون من اسمش آوردم صفحه‌شو نشون دادم، 10 دقیقه مهمان ما باش و بیا به من بگو که من ببینم توی مغز یک موزیسین چه چیزی باعث شده که شما توی ریچموند ویرجینیا طرفدار ترامپ باشید، ترامپی که بچه‌ها رو از مادرشون جدا میکنه، ترامپی که زن قبلیش میاد میگه ریپش کرده، یعنی این به زنش هم تجاوز میکنه، به زنش تجاوز کرده. دوستان عزیز، بیشتر از این برای خودمون دشمن درست نکنیم. روز روزگار بر شما خوش.